اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام محضر شما تبریک این ایام خدا من متعال رو شاکرم از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شده که ما دور هم جمع بشیم و انشالله حرفای خوب بزنیم، حرفای خوب بشنیم. من تشکر میکنم از آقای زکریای عزیز و هنرمند. من ایشون رو اولین بار با آهنگ جیبوتی شناختم دیگه، اون بوره که داستان پیش اومد این جیبوتی کجای رو کاور محسن چاوشی خونده بودن ایشون بود. بعد حالا ما بهش میگیم زیاد با این سیاسی ها ور نرو، اما دیگه این گوش نمیکنه، حالا کارش کنیم آخر سر خودش رو به باد میده. خدمت شما عرض بکنم از اون طرف همونم سیاسیونمونه میخوده با سیصد داشته باشن فضای کمدی. اصلا کمدی ریشش از کوموس گرفته میشه. کوموس واژه یونانی یعنی لبخند تلخ. این پادشاه‌ها تو درباراشون اجازه انتقاد نمیدادن دیگه. تنها کسی که میتونست انتقاد کنه کی بود؟ طناز اونجا، کسی که میتونست به زبان خنده و تو لای چهار تا شوخی بعد کل یارو میخندونه شغل بدون یک کلمه بگه. و بعد سعی بکنیم بپذیریم همه در واقع فضا، فضای در واقع انتقادی و فضای در واقع روشن باشه، از اون طرف هم منصفانه باشه. حالا خدمت شما عرض بشم که بحث پیرامون قصه از نکاتی است ما قبلا عرض کرده بودیم محضر شما در مورد تحولات منطقه و مورد متاسفانه خوشبختانه بخشش همونطور پیش رفته و یه خورده بعد حالا مثلا به نظرم نیاز به تبیین داره. یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم برای اینکه ذهن‌ها آماده بشه، مثل معلم ها که از درس قبلی یادآوری میگن. اینکه فضای منطقه و تحولات اون از سال 2000 به بعد اصلا وارد یک عرصه جدیدی شد. مثلا منطقه خاورمیانه با حضور امریکایی ها، 2001 افغانستان، 2003 عراق، سقوط صدام، مخفی شدنش، اونطور پیدا شدنش، بعد واقعه ترور رفیق حریری در لبنان، خروج ارتش سوریه از لبنان، حمله اسرائیل به لبنان و جنگ 33 روزه، حذف ایران از بازار نفت جهانی، دور زدن تنگه هرمز به واسطه خط لولای نفتی که عربستان داشت میکشید که بتونه نیازی دیگه به ایران نباشه. فرد روز اگه ایران جنگ شد و تنگه هرمز رو بست، اتفاق خاصی تو تهیه نفت در واقع نیفته در دنیا. حذف برخی از نیازهای مالی انرژی و نفتی امریکا و برخی از کشورهای غربی و تأمینش از یک جای دیگه و پیش آمدن درگیری آمریکا تو عراقی در عراق، بالا رفتن هزینه هاشون، خارج شدن امریکایی از عراق، یه سری اتفاقات سیاسی و کنش های خاص سیاسی در داخل ایران، به هم ریختن منطقه، بیداری اسلامی، لیبی، مصر، بحرین، یمن و خصوصا سوریه، درگیری های سوریه تا همین الان، در این اثنا به هم ریختن ساختار قدرت در عربستان سعودی، ساختار قدیمیش، همینا و باز دوباره اتفاقاتی در سیاسی در داخل ایران، حضور مستشاری و نظامی ایران در منطقه، حمله داعش و نزدیک شدن داعش تا 17-18 کیلومتری مرزهای ایران، محاصره سامرا، رسیدن تا 30 کیلومتری کربلا، کار تموم بود، تموم و تموم. حضور نظامی ایران و برگردوندن ورق و پس گرفتن تمام سنگرهای سقوط کرده در دو کشور عراق و سوریه، آزاد شدن حلب، کربلا، سامرا و همینطور پیش آمدیم تا موصل و نهایتا دیر الزور و بوکمال. همین رو یه پلنی شما رو بکنید از 2000 تا الان اتفاق افتاده. همه اینها خیلی پشت سر هم اتفاق افتاده، یعنی این اتفاقات 15-16 سال پشت سر هم افتاده. این همه اتفاق، اتفاقات عجیب غریب فقط تو این منطقه. ما از واقعی دنیا کاری نداشتیم، با چین کار نداشتیم، با قدرت اقتصادی شدن شکل‌گیری بریکس نمیدونم چه هیچ کدوم اینا کار نداشتیم. و اینا یک نخ تسبیحی داره، یه اتفاقی از همینا رو با هم مرتبط کردن، اونم ایران.
خیلی اینها دارن سعی میکنن که ایران نباشه، اما با همین سعیشون ایران آوردن سر زبونا. شما ببینید خبرگزاری آمریکایی رو سرچ بکنید، ببینید بیشتر از هر کشوری نام ایران داره تو مقالاتشون میاد، تو اخبارشون میاد. اینقدر دارن میگن ایران 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 کردن که اصلا خود مردم دنیا اصلا ما خودمون میکشتیم اینطوری نمیتونیم خودمون بشناسونیم. ما انقلابمون هم خیلی عجیب غریب افتاد سر زبونا. اون موقع توطئه بود اینا، منتها عدو شود سبب خیلی گر خودم. مگه اینا میتونن با هزار برنامه‌ریزی نه با خدا مگه در بیافتن؟ فقط مکرون مکرون و عند الله مکرون و ان کان مکرون لتزول منه الجبال. میگه اگه ته مکرشون هم بیارن وسط، کف دست من خداست. کوه بلا مکرون مکرون کوه پودر کنه، کف دست من خداست. انقلاب شکل گرفت برای اینکه بهانه داشته باشن برای حمله به انقلاب، یک برنامه‌ریزی کردن برای گرفتن سفارت آمریکا. من معتقدم داستان سفارت آمریکا یک داستان خیلی سر و سالمی نبود، یعنی چون میدونید قبلش مارکسیستا حمله کردن به سفارت آمریکا و امام تشر زد چرا حمله کردید. اون موقع یک افکاری به وجود اومد که اگر دانشجوی پیرو به خط امام اینا خودشون حمله کنن چی؟ اینجا دهن مخونی بسته است. گفتن راهش اینه و این حمله به سفارت آمریکا حمله به خاک آمریکاست. فرضا فرصت مداخله نظامی آمریکا وجود میاد. چرا امریکا از ابتدا مداخله نظامی نکرد؟ به خاطر اینکه همون اول لیبرال ها سر کار اومدن. این سر کار اومدن لیبرال ها خودش بخشی از پلن الهی بود از نظر من. یعنی اینا این تصور برشون بودن نه نیازی نیست حمله کنه. اون موقع واقعا اگه حمله میکردن اوضاع خیلی خراب بود، هیچی نداشتیم. هیچی. انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی. ریخته بودن چی به هم، فرمانده کل قوا جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس. اونا می‌خواستی چیکار کنی؟ اینکه لیبرال ها اومدن دولت بازرگان سر کار و نگاه نزدیک به امریکایی که داشتن، امریکایی رو خود متقاعد کرد که خوبه ببینا شاه رفت با این جدیدا میبندیم. ها حسنی مبارک رفت، رفتن با مرسی ببندن، مرسی رو انداختن بیرون با سی سی بستن. براشون آدم و اینا مثل باقلوا آدم میفروشن، خودشون یکی میان سر کار خودشون هم میزنن نابودش میکنن، برای اینا منافعشون مهمه. این لیبرال ها وقتی سر کار اومدن این فضا رو برامون، بعد یوهایی خورد به ماجرای چی؟ دیدن خورد به ماجرای گروگانگیری، خورد به ماجرای گروگانگیری. اصلا اینو فکرشو نمیکنم. من یکی دو جا تو این عمرم ولایت فقیه فهمیدم یعنی چی، یعنی واقعا حضورشو حس کردم به صورت ویژه تو تاریخ. یکی سر ماجرای سفارت، چون میگفتن خب مارکسیستا که حمله کردن، امام گفت نباید، طرفدار شوروی حمله کردن، میگفت نباید این کارو میکردید. بعد اگه طرف رو خودش حمله کنن هیچی دیگه، دستش خالیه. اینا که حمله کردن میگه خوب کاری کردید، اصلا انقلاب دومه، اینا رو گروگانا رو نگه دارید. اینا اصلا فکر نمی‌کردن. بعد امام اومد رو این بازی کرد، گفت سیاپوستا و زنا رو آزاد کنید. عین بمب خبری تو دنیا ترکید، یعنی ما از این راحت‌تر نمیتونستیم به یک بار تو کل دنیا معروف شیم. یعنی بعد میلیاردها دلار هزینه می‌کردیم که اسممون رو بنازیم سر چی؟ رسانه. الان یکی از بازیایی که احمدی نژاد داره با این رسانه یا میکنه همینه. اینا حالیشون نیست. احمدی نژاد با کارها و اقداماتی که میکنه رسانه‌های خود مخالفین خودش رو چیکار میکنه؟ بستر تبلیغ خودش قرار میده. کاری نداره. شما میبینید کسایی که مثلا بهش داشتن فحش میدادن خودش دارن الان میگن آقا این رفته اینم شهریه این کارو کرده، رفته اون کارو کرده. برو ببینید ما که رسانه که نداشتیم، یوهای آقا گروگانگیری از کجا؟ از آمریکایی‌ها. اصلا شد خبر اول کل دنیا. از گروگانگیری چه خبر؟ همینا اینا کیان جیگر کردن گروگانگیری کنن؟ اینا انقلابشون چه فرق داره با برای انقلابیا؟ این اینا چه جنسی از مسلمانان که با بقیه مسلمان‌ها فرق دارن؟ آقا اینا شیعه یعنی چی؟ اینا آیت الله چرا به این آقا میگن آیت الله خمینی؟ همه اینها سوال شد بر مردم دنیا. یه مفتیم سر زبونو. من چه عرض می‌کنم؟ یعنی همون چیزی که مثلا دشمن فکر می‌کرد از اون طریق میتونه کارشو انجام بده. شما میدونید اون کسی که گفت برید تو سفارت، وقتی دانشجو گفتن امام در جریان، نمیدونید امام در جریان نبود. این خیلی نکته از ظریفی ها. چرا تو امام در جریان قرار ندادی؟ بعد یک روزی ما پاسخ داده بشه. اینم دونه دونه دارن میمیرن. واقعا تاریخ شفاهی، قدرت دادگاه شفاهی هم هیچ‌وقت برگزار نشد. یک جا اینا حتی نتونستن بیارن بنشون اینا رو جلوی دوربین بتونی ازشون سوال بپرسی. یک برنامه مزخرفی هم مثل برنامه شناسنامه تو تلویزیون درست کردن که مسئولین میارن میشینن هر چی دلشون بخواد میگن. اصلا این برنامه چالشی نیست. بعد اینا خیلی بعد چاله میگن چی داره میگه؟ آقای جاسپی رو دعوت کرده بودن، من داشتم نگاه میکردم برنامه شناسنامه. آخر برنامه به این نتیجه رسیدم که امام خمینی که میگن ایشونه.
آردی هم تمام انقلاب دست ایشون بوده، اینجوری که داشت تعریف میکردن ایشون، گفتم آقا این چطوری؟ یه نفر به چالش میگه آقا شما مثلا دانشگاه ها چیکار کردی؟ خوب یا بد بیا پاسخگو باش. اصولگراش هم همین، تو آقای ایکس رو ایگله گذاره دعوت میکنه ببینید پاسخگو باشه. تو چطور مثلا داری اینم چه یه طرف الان میشه من به رایف بوبی از خودت بگم چه گل بلبل میگم دیگه، یکی باید بلند شه به چالش بگه آقا نخیر تو اینجا تو این حرف این حرفو زدی، تو یه جوری 10 بار شما حرفتو پس گرفتی، اینجا به نفع بود این کارو انجام دادی، این کار این خونه رو از کجا آوردی، این کارو از کجا آوردی، یعنی هیچ وقت همچین چیزش اینا اتفاقا دارم اینا هم دارن متاسفانه از دنیا میرن. بعدها ما حرف بزنیم که حالا که مرد داری میگی چرا تا زنده بود نمیگفتی؟ اینها خیلی مهمه و خواهش میکنم مسئله فارغ از این دستای سیاسی ببینید، یعنی بیرون با من یه ایرانی مسلمان بچه چیه بشه دونار بگو. ما که اینا فک فامیل ما که نیستن که فک فامیل شما باشن، من خبر ندارم، مسئولین فک فامیل نداریم الحمدلله. خب یا فک فامیل من باشن من ارقی ندارم، روزی میخوام جوابگو بشم که یوم یفر المرء من اخی، آدم خدا دست داداشش فرار میکنه، بعد من میخوام بگیرم جا مثلا برای شوهر نوه عمه مادرم مثلا دل بخوام بسوزونم، این چه داستانیه؟ این نکته اینجا داشته باشیم. این فضا و یعنی یه داستان 2000 تا 2017 رو براتون گفتم، اینجا از اول انقلابتون بعد یه انقلابی شکل میگیره، بعد همش خبرساز تو دنیا 40 سال ایران 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 صبح شد، بعد 8 سال جنگ ایران عراق امروز، انقدر کشته داد انقدر کشته، این یه دونه موشک زد اون یه دونه اینجوری خمپاره زد، این اینجا رو گرفتن اونجا رو پس گرفتن، بعد سال 61 بعدم همش مذاکرات برای اینکه به ایران الزام کنن که قطعنامه رو چیکار بکنه بپذیره. این سالها آقا ایران اینو قبول کرد، آره اینو قبول نداره، در اثنای همین قبولا این انقدر اسیر گرفت، این انقدر عملیات انجام داد، همش ایران 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 ایران. ببین چی میگم، همه اینها رو وقتی ما کنار هم دیگه میچینیم اصلا من یک سیر میبینم. یه خورده نگاهتون رو راهبردی‌تر ببینید، یه خورده بیاد بالا نگاه بکنید، اصلا واقعا شما دست خدا رو اینجا میبینید. من تا منتهی نگاه نگران کننده، من میترسم اینو خیلی باز بکنم بحثا، از این جهت میترسم که فردا روز یک وقت یه نفر خیلی احساس خیال راحتی نکنه بگه خب همه رو خدا داره پیش میبره بخوابیم. نه، این همش به واسطه این بوده که ما هم کارمون رو تا جایی که میتونستیم انجام بدیم. اون جایی که هم خوردیم زمین حالمون گرفته شده جایی بوده که چی؟ ما تنگه احد رو ول کردیم. اگه همونجوری تو بدر وایستادیم وای میستادیم، تو خندق وایستادیم وای میستادیم، تحمل میکردیم پیروز میشدیم. نه، تنگه احدام پیروز شدن تو احد دیگه. اون آخر یهو ول کردن پشت اومدن، اونا برای غنیمت برای مال دنیا رفتن. رفتن سراغ پول. همین انقلاب ما هم خیلی دارن میرن سراغ پول، تعارف نداریم، شما دیگه چپ و راستش نشستن به هم فوش دارن میدن، میگه تو اینقدر دزدی که نه تو اینقدر دزدیدی، بس دزدیدی این که دیگه جا افتاد دیگه، شما دارین اینو بر مردم جا میندازید دیگه، شما اصل بر فرع، بحث بر فرع اصل رو اثبات میکنه دیگه. این اتفاق داره میفته. من بارها گفتم تو مناظرهای ریاست جمهوری ما اتهاماتی شنیدیم که صورت گرفت که اینا رو امام به شاه نگفته بود، میگه به شاه نگفت مثلا این کارا رو میکنی، اینجا ما شنیدیم. خب انقلاب هم از یک سمت دیگه میتونه مورد انحراف قرار بگیره، کمان که انقلاب پیامبر مورد انحراف قرار گرفت. پیامبر انقلابی رو درست میکنه، دست کیا میفته؟ دست نااهلان. امام هم فرمود که نذارید انقلاب دست کی بیفته؟ نااهلان. تعارف نداریم، خیلی از صحابه مالی شدن. شما طلحه و زبیر ثروتاشو نگاه کنید، تو همین مشهد سخنرانی کردم، تو صحیح بخاری داریم، تو طبقات ابن سعد داریم، برید بخونیم، یارو 50 میلیون درهم پول داشت موقع مرگش. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میگفته هزار هزار الف الف. میگه صفحه های ورق های طلا رو وقتی اینا داشتن انحصار بررسی میکردن با تبر میشکوندن، دستای اینا تاول زد. آره هزار میلیاردی ها بودن دیگه، هزار میلیاردی هاشون بودن، به همینجور هزار میلیارد خیلی پول ها راحت میگن آره سر فرهنگیان انقدر، سر اونجا اون 3000 میلیارد، اون 8000 میلیون، 15000 میلیون، چقدر پوله. اینها میتونه منشأ خطر باشه و بحران به وجود بیاره. ما چک سفید امضا خدا به ما نداده، به هیچ کس نداده. خدا به قوم یهود میگه انا فضلناکم علی العالمین، ما بر شما فضیلت دادیم، شما رو بر کل عالم. واقعیته. مونتا عهدشون رو چیکار کردن؟ شکستن. چی شد؟ زور بعد علیهم ذل و المسکنه. تا الان که دارم با شما صحبت میکنم آوارن، جرأت ندارم بیت المقدس رو به پایتختشون بیارم. دیدید؟ حرفشو میزنن کل دنیا مخالفت میکنه، خیلی عجیبه ها. اصلا شما نگاه کن تو این منطقه به آتیش کشیده، تو منطقه صدا کسی در نمیاد. دیدی سر قدس کوچکتر اتفاق میفته اصلا همه حساس میشن.
ما 8 سال بود بین کشورهای غرب آسیا یعنی خاورمیانه یک اتحاد ندیده بودیم. شما مثلا ترند اول دوم سوم دنیای بحثی که مسابقه که خودش شکل گرفته بود، مثلا این توییتر گذاشته بود این نقاطی رو که در واقع بیشتر ترند می دونه خاورمیانه است، همون که از عربستان تو پاکستان تو ایران داره ترند میشه، داره سرچ صورت میگیره، داره هشتگ گذاری صورت میگیره. و یا این نفرین الهیه. حالا ما نمیتونیم نفرین بشیم؟ چرا ای فکر ما نمیتونیم نفرین بشیم؟ این چک سفید امضا دادن به ما، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، احتمالاً خونمون رنگین تره، پسر خاله خودیم، بچه خودیم، داداششیم. این توهمات به بیرون. یهود میگفت نحن ابناء الله، ما بچهای خودیم، اولیاء الله و احباء، ما رفیقای خدای ما، دوستاش. اینا این وهمیتو باید بیایم کنار. اگر ما پاکار موندیم، استقامت کردیم، لنهدینهم سبلنا، خدا میفهم ما خودم راهو بهت نشون میدیم، تو نگران نباش، بهت میگیم باید چیکار کنی، راه رو بهتون نشون میدیم. اما اگه سوسول بازی در آوردیم، گیج بازی در آوردیم، خوشی زد زیر دلمون، قهقهه مستانه زدیم، جیغ بنفش کشیدیم، اینها فضایی رو برای ما به وجود میاره که چنان خدا سیلی میزنه تو دهن ما که به یهودیا نزده بود. چون اونا با انقلاب موسی بازی کردن، ما با انقلاب پیامبر. بلکه بامش بیش، برفش بیشتر. هر کی هدیه بزرگتری میخواد بگیره، اگه بزنه اینو بشکونه، برخورد سنگین تره. فکرم نکن اگه یک روز جمهوری اسلامی ایران که عقب بکشه، مردمی که معیار به قدرت رسوندن افرادن در جمهوری اسلامی، این نیست، حقیقتا نمیدونه. یه روز به یکی مثل خاتمی رای میدن، یه روز به یکی مثل احمدی نژاد رای میدن، یه روز به یکی مثل هاشمی رای میدن، یه روز به یکی مثل روحانی رای میدن. معیار مردمن. آیا مشی آیا روحانی با آیا احمدی نژاد یکی؟ نه، خیلی جواب اختلاف نظر جدی تو سیاست خارجی، تو حوزه اقتصاد، چه میدونم فلان. با خود خاتمی باز با اینها متفاوت، مردمن که تعیین میکنن. این توهمات هم که نمیدونم یا مثلا اینا چی تقلب بشه، این بشه رئیس جمهور نشه، اینا همش وهمیاته. من گذاش کنا مردمو تعیین میکنن. ها تقلب تجیه میلیون دیگه، نه که 10 میلیون، 12 میلیون، 6 میلیون، 5 میلیون که نمیشه که دیگه. بعد تخلف هست. آره تخلف، این که مثلا به احمدی نژاد گفتن تو سهام دولت قبل انتخابات پخش کردی، این مخ مردمو چیه زدی. خب این دولت هم مثلا این کارو کرد، ولی تخلف اینم هست. ای بد اینم بده، اگه خوبه هر دو تاش خوبه. ها تعارف ندارید. حالا اینکه ما اگر ما خرابی کار ما از درونه، به شما بگم دشمن بیرون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فرعون ذل اوتاد، قرآن میفهمه فرعون صاحب میخا، میخ یعنی آبلیسکایی که تو زمین میکرد. ما اینو متوجه نیست، ما ساده میگیم. شما میدونید چند ده تن وزن اون آبلیسکا است؟ من موندم اینا چجوری اینو علمش میکردن. این یه تیکه هم هستا، یعنی روی زمین یه تیکه کوهو میتراشیدن میدن بعد رو زمین همینجوری انتقال میدن تو اونجا. من موندم اینو چجوری برپا میکردن. میگه فرعون ذل اوتاد، دیدی چجوری کشیدمش پایین؟ با چی؟ با یه عصای چوبی. به این فکر کنید چرا خود این قدرت رو در عصای موسی قرار داد، یعنی نماد شد. چرا این علمش کرد؟ برای اینکه میخواد بگه آقا این عصا کون تجربه چی میگه؟ خدا نگاه کن الان چجوری هیمنه سعودیا رو داره با این پا برهنه های یمنی به چالش میکشه. حالا سر یمن توضیح میدم براتون، این ماجرای کشته شدن علی عبدالله صالح اینا مثلا چه تأثیراتی میخواد داشته و چی خواهد گذاشت بر منطقه، چه برنامه‌ریزی سعودی‌ها کردن، چه شد اینا. همه اینها اینه که تو با من باش، بیرونیه با من، تو منو قبول نداری، تو منو قبول کن دیگه. ما واقعا چقدر خدا رو قبول داریم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بگیم هیچ این قدرتی نیست، گیر کردیم. یک جا میگه که مسئولین رفتن خدمت رهبری و گفتن که آقا ما نگرانیم، داریم بحث بعضی از اینا. بعد ایشون خندید و گفتش که نگران چی؟ اون بخششو گذاشتن حذف کردن، اما سه دو سه بخش به بعدش نشون داد که ایشون برمیاد میگه بابا بنی اسرائیل هم تو نگران شده بودن. کی؟ وقتی رسیدن به دریا. رسیدن به دریا پشت سرش نگاه کردن چی داشت میومد؟ یا ارتش. اینا چی دارن؟ هیچ. تازه طلای قبطی‌ها هم بلند کردن، این طلای اونا رو برداشتن، با همون طلا اومدن. ما چیز ساختن دیگه، گوساله سامریو، این ماده اولیه از اون بر بود. بعد
خدمت شما رو داشتن حمله میکردن، یکم موسی رو نگاه کردن، یکم دریا رو نگاه کردن، یکم پشتشون رو نگاه کردن، دوباره موسی رو نگاه کردن، چیکار داری میکنه؟ حضرت موسی فرمود که دید همه اینو خالی کردن. حضرت فرمود ان معی ربی، نفهم ان معنا ربی ربنا، چی؟ با ماست خدای ما. دید اینا خالی کرد و ان معی خدام با منه. وحی اومد عصاتو بزن به دریا، زد دریای هوی باز شد. به عقل جن نمیرسید، به عقل جن نمیرسید. اون رود نیل هم نبود، من مفصلن تو عرض موعود سخنرانی کردم، اون یکی از شاخه های دریای سرخ بود. اون بالا دو شاخه میشه دریای سرخ، صحرای سینا یکی از اون شاخه هاش. بعد دریا شکفته شد، رد شد. ایشون همین عبارت رو لبخندی زد و آرامش گفت ان معی ربی، شما محکم باشید تا شما بنی اسرائیلی برخورد نکنید. اگر شما ها بنی اسرائیلی برخورد کنید و اهل بهانه باشید این چیزا، خدا تو دهنی میزنه. اگر به پای انقلابتون نباشید، سامری از بینتون مثل موریانه میزنه بیرون، قارون از بینتون میزنه بیرون. قارون کان من قوم موسی، از قوم خود موسی بودا. اگر شما در مقابل آزمون های الهی صبوری نکنید، آزمون اقتصادی و آزمون شکمی ازتون میگیره، دنیا رو به شکمتون بفروشید. همونجوری که بنی اسرائیل گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما بس دیگه غذای واحد نمیخوایم، خوشی زد زیر دلشون. از آسمان براشون بلدرچین میومد، از روی خارم یه شیره شیرینی روی خارا جمع میشد، مینختن تاب شیرین میشد. من تشخیصم اینه ترنجبین بوده. ترنجبین همینجوریه، روی خار تو آب حل میکنی شیرین. بعد این نکته مالا پزشکی هم اینجای نکته خدمتون عرض کنم، این سرشار از ویتامین ترنجبین. هرچه هست این غذای کاملی بوده که اینها میخوردن تمام نیازهای بدنشون چی میشده؟ آره، در مثلا خیلی ها رو تو پزشکی سنتی و اسلامی با ترنجبین درمانشون میکنن. یعنی میگه آقا این آتشخاله که میخوری، این شیمیایی ها، این کوفت زهرمار، این بسته‌بندی ها، اینا بذار کنار، هم یه صبح بلند میشه ترنجبین و دو قاشق خاکشیر برس توش، هر کدوم ناشتا بخور، این طرف خوب شد، خیلی هم مریضاش حل میشه. اینا رو بهشون دیگه خودی زد زیر دلشون دیگه، سختشون بود. خدایش هم سخته. من خودم یک ماه غذای واحد خوردم، رفتم یه جا پزشک گفت باید اینو فقط بخوری، این چیزا رو نباید بخوری. واقعا سخت بود. مثلا یه هفته گذشت دیگه رو مخم بود که دیگه اعصابم داشت خرد میشد. اما برای چه هدفی؟ اینا یه زد زیرش گفتن لن نسوره را تامن واد ما دیگه بعد نمیتونیم صبوری کنیم، بس دیگه بابا، بگو ردیف کنی کمی چیز. گفت چی میخوای؟ یه سیب زمینی، پیازی، خیاری، عدسی، بصل، اینا ترکیدیم دیگه بابا. اصلا شما رو الان مثلا در روز پشتن بتون شیشلیک بدن، قاطی میکنید، بس دیگه چه خبره؟ الان اولش میگی نه اینجوری نیستش، سه روز میگذرن حالتون میپرسن. خب دیگه حالتون به هم میخوره، میگه چی؟ نتونستن در واقع هدف بزرگ عرض موعود نتونستن. آزمون جهاد ازشون گرفت، شکست خوردن. گفت برید اینجا بجنگید، گفت نمیری، میترسیدن. تا موقع خوردن به در سوخته ها میگفتن ربونا، یعنی خدای ما. موقع جنگیدن گفت فسحب انت و رب بود، خود تو خدات با هم برید. این زمیرا خیلی قشنگ عوض میشه. اونجا میره حضرت موسی میگه باشه خدای من دیگه، اینا معی ربی، مثلا من تنها با به خدمت شما که بریدید. این آزمونم دارم، آزمون فتنگری فرهنگی مذهبی در بینشون افتاد، گوساله علم شد، شکست خوردن. آزمون حکمیت در بینشون گرفته شد، حضرت موسی فرمود بعد من هارون، شکست خوردن. همینها رو از ماها میگیرن. بارها عرض کردم من ابدا نگران فرعون نیستم، چون فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. تونست؟ هیچ. تا قبل موسی سر میبره همه غلطاشو میکنه. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، گو پسرشون زرد میکرد، زناشون زنده نگرمش میکشن برای بیهیایی، برای فاحشگری میبردن. موسا اومد دیگه تموم شد. یعنی شما نگاه کنید در مورد همه کشورها الان میریزن تو که مملکتشون، زن بچهشون میکشن، به خاک و خون میکشن، میرن بیرون، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. جمهوری اسلامی اینطوری نیست، میبینید؟ هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تو بقیه کشورها یه قیاسی بکن، اون مورهی که خواستی به سمت حکومت ولی معصوم قدم برداری تمام میشه، اون رو خدا میشونه سر جاش. میگه خب پس با کاری یک عرصه جدیدی رو شما باز میکنی، از فرمول جدید و سنت های جدید الهی میخوای بهره ببری. میگه خب اینا از این به بعد تو اختلافات داخلی شد، به پای این داخل باش. انقلاب پیامبر رو نه رومیا تونستن کاری کنن، تونستن
از خاطر تو اونجا که ما میدونیم مسلمان هم از روم گرفتن، هم از ایران، هم از مصر. هیچ کدام از خارجی نتونستن کار کنن، از داخل بود که زدنش زد. موریانه ها میزنن زمین. نترسید از بولدزر، از شیر آبی بترسید که لوله داره نشتی میده قطره قطره، 20 سال خبر نداری، از اون بترسید. چون شب و نصف شب با یه تکون یا دیده کل خونت رفت فانی. اما اونجا که بولدزر بخواد بیا یک قرقر ترتری را میندازه بولدزر که همه ملت میان با میسن جلوش، یار اومد از بیرون اومد، نگاه کن یارو اومده میخواد سر ببره، پرچم داره، الله و اکبر میگه، داد و بیداد داره میکنه، از سمت عراق هم داره میاد، همه حواسا جمع. خب بریم اونجا بگیریمش، راستون گرفته میشه. چه غلطتون هستم بکنم، شهید هم دادیم، اون اجرش محفوظ. اما بترسیم از اون موریانی که از داخل خالی میکنن زیر پاتو. میگه قارون کان من قوم موسی، قارون مفسد اقتصادی. تازه قارون شرف داشته بعضی از دوزده ما. چرا دلیل دارم؟ چون قارون به حرام پولدار نشد. به تو میگم قرآن میفهم و آتیناه من الکنوز، ما بهش داده بودیم. اینی که با اختلاس با دزدی رفته پول مردم، پول مردم یعنی پول معلم ها تو بانک، پول من و شما تو بانک، رفته پول رو بالا کشیده برده، بعد بر نمیگردونه. بعد حالا یکی از مسئولین هم میاد میگه که نه دزدیده، بر نگردونده. شما این وقت خواستی بلند کنید یه چیز رو، نه این نگه دزدیدیم، بگید ما بر میگردونیم. نمیدونم چی بگم. خب یه همچین فضایی من نگرم. همین قارون کانم این قوم موسی یه نون حلال در بیار، چون دغدغه مردم نداره، چون زکاتش رو حاضر نیست بده. ببین قارون چی میگفت؟ آیه قرآن دیگه. قارون میگفت شما به واسطه استعدادهای خودم پولدار شده، مخم کار میکرد. میگفت باشه مخت کار میکرده، مالیات بده. مخت کار میکرده، زکات تو بده. نه نه گفت بگیر که اومد. همین قارون اولین بار که ازش نام میبره تو قرآن میگه کانم من قوم موسی، آخرین باری که ازش نام میبره سه بار فکر کنم چهار چقدر تو قرآن اومده، دفعه آخری که اسمش میاد اینه، میفرماد که و فرعون آدم بده، و هامان فرمان وزیر دفاع فرعون، و قارون یکی اینوری بود که رفته تو جبهه اونا حرف اونا رو میزنه، و فرعون و هامان و قارون، قالو هازا ساحرون کذاب، گفتن این ساحر کذابه. توی قارون نمیدونستی پیغمبره؟ چرا نمیدونستی انقلابش بر حقه؟ چرا چرا گفتی ساحر کذاب؟ میخواست پولا اون برداره. میگو بعد به من پول بدی. گفتن آقا تو به واسطه رانت هایی که از انقلاب موسی داشتی پول لامین چه پولدار شد دیگه. این خبر داشت، چیزی که مردم خبر نداشت. چطور خبر داشت؟ چون تو انقلاب بود. پسر عمو از پسر خاله یا پدری حضرت موسی بوده، حالا بحثی مطرح. اینا چیکار میکرد؟ هر بلایی که برای بنی اسرائیل، 9 تا بلا برای فرعونیا ببخشید اومد، این بلاها برای فرعونیا نمیومد، برای بنی اسرائیل نمیومد. مثلا از آسمون ملخ بارید، وزغ بارید، پدر اینا رو در بود با بنی اسرائیل کار نداشت. ملخ اومد تو خواب موجه های اینا رو خورد، حتی درخت ها همه رو صاف کرد، با گندم های بنی اسرائیل کار نداشت. نیل خون شد، اینا میخوردن خون بود، بنی اسرائیل دست میزدن آب میشد. قارون هر تا این اتفاقات میفتد میرد یوسف به حضرت موسی گفتش که یا موسی پیغمبر خدا سلام علیکم و رحمت الله، اجازه هم گرفت رفت تو خونه حضرت موسی. جانم بگو قارون آقا این که نشد که یه دفعه ما بلا میاریم، بعد فرعون هم میگه با غلط کردیم، تو رو خدا بی خیال این یکی شو. حضرت موسی تا بی خیال میشه دوباره همون پدر سوخته وزیر در میاد. حضرت موسی یه چیزی نمیخواست، میگه تو که هدایت بشو نیستی، قبول نکردی، بذار من بنی اسرائیل ببرم. میگفت نمیذارم، اینا کارگر مفت اقتصادی ان برام، بعد کار کنن برام. تا اصلا داخلش دوباره میگه غلط کردم، غلط کردم، اینو جمعش کن. تا جمع کنم میگم نمیذارم برم. یا آخر ما گفت تو ساحری و همه ساحراش هم جمع کردن، اتفاق هم افتاد، یعنی ایدئولوژیک هم شکست خورد. خب اما قارون از ما گفتش که این که نمیشه که، اینو با تون سخنرانی عبرت بنی اسرائیل گفتم دیگه. برگشت گفتش که نه، این نفه دیگه پدرش در میاد. گفت چرا؟ گفت این نفه خدا به امر فرموده، وحی فرموده که عذاب بعدی عذاب گندمه. میاد ملخ میاد همه گندماشونو میخوره، اینا گرسنگی میکشن تا بخوان کشور دیگه گندم از جای دیگه وارد بکنن، کلی از اینا گشنگی مونن. این سری رفت گفت ما بنی اسرائیل چی؟ گفت شما بنی اسرائیل مگه تا الان تو امان نبودید؟ گفت چرا؟ گفت گندم شما چیزی نمیشه.
گفت کی حالا این عذابه میخواد بیاد؟ گفت ایشالا پس فردا. تا تونست تا پس فردا گندم ذخیره کرد. ملخ اومد گندم اینو نخورد. چرا؟ بنی اسرائیل دیگه. از مواهب امنیت در جمهوری اسلامی موسی داره استفاده میکنه. رانت داره، خبر داره، میدونه کجا میخواد بره بالا، کجا میخواد بیاد پایین قیمت، میدونه این کار، این کارخونه اینجا میخواد زده بشه یا اونجا زده، میدونه که این جاده میخواد بر کدوم زمین بیفته. رفت خرید. بعد فرعونیا گوشتنگی داشتن میمردن، اومدن سراغ این فرعون، گفت غلط کردم فلان جو، از اون گفت باشه دیگه، قول میدادم بشی گواره. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفت بابا گندم، گفت گندم تو خوردم، برو پیدا کن. اینا همه رفتن سراغ قارون. تنها کسی که اضافه بر سازمان، اضافه بر نیاز خودش داشت کی بود؟ قارون. گفتن گندم. گفت شرمنده. من چی گفت؟ خود گرونه. یعنی این تا تونس از آمریکایی‌ها کند، از فرعونیا کند. میگفت یه کاسه گندم بهتون میدم، یه کاسه طلا بهم بدید. یه کاسه تا، نه یه کاسه طلایی، یا یه کاسه طلا میزن تو طرف جواب میدادن، یه کاسه گندم میگرفت. مولتی میلیاردر شد. قرآن میگه کلیدای صندوقچه های گنجاشو میریختن، قوی ترین مردان بنی اسرائیل میبردن. مردان قوی هیکل کلیدای اینا هم میکرد. حالا قرآن و خدا میفهمد که بهش گفتیم بیا زکات هم بدیم، فقرا هم هستن. رو نمیدم، من خودم پولدار شدم، خونه آنچنانی ها دیگه، رو تخت میذاشتنشون، هم شاسی بلند اون موقع بوده دیگه، تو رو تخت میذاشتن، چهار نفر آدم میبردن چین ورون ور، از ریشش دیگه خوشی زد زیر داشت، آروغ بدمستی زد زیر ریشش، یاقوت و طلا و اینجور چیزا به ریشش میبست آویزون میکرد. خودم خودش و مالش و زار و نداشت همه رو کرد تو زمین. اینا زد زمین. هیچ وقت خودتو نپرسید چرا سامری گوساله طلایی ساخت؟ چون تو دل مردم محبت طلا نشسته بود. به واسطه کی؟ قارون. قارون نشونه هرچی طلا بیشتر داشته باشه اینجوری خوشحال‌تر. تازه خدا با این برخورد کرد. اگه نمی‌کرد چی می‌شد؟ گوساله این نپرسه چرا گوساله سامری گلی نیست؟ گل که راحت‌تر بود بسازی که. طلا رو تو اون بیابون چی تو که ریخته‌گری کردی، چیکار کردی یا گلی می‌ساختی؟ ها؟ از چوب میساختی، پارچه میساختی، یه چیز ساده تر میساختی، چرا این شکلی؟ اینا همش نکته است، همینا نکته است. جور این محبت گوساله طلایی تو دل اینا رفت که اصلا نمیتونستن. خدا میخواست این محبت از دل اینا بیاره بیرون. یه قتل اونجا اتفاق افتاد، میفهمید گاو بکشید، میگفتن چه رنگی باشه، بهانه میوردن که نکشن، میگفت زرد باشه. هر چی اینا در میرفتن خدا درست دقیق تر میکرد. آخر می آیه داریم فکر کنم سوره بقره است، کجاست میفرماد که ما کوه و برداشت رو کله اینا گرفتیم، گفتیم آدم میشه. خیلی صحنه وحشتناک، کوه و در ریشه در بالا سره. بعد گفتش که گفتن آره غلط کردیم. خدا آخر آیه دروغ میگه، مد دلشون خراب داره. خبر دارم قلبهای اینها از محبت گوساله نوشیده. جنس مبادا ما بوزیم. اگر ما دوچار غرب زدگی شدیم یا ما از این ابزار استفاده کنیم، از تکنولوژی غرب استفاده کنیم، نه نمونش داریم استفاده کنیم، لازم باشه خودمونم بسازیم. اما اگر شیفته همین شدیم، یعنی به میکروفونه نگاه کردیم نه به حرفی که داره توش زده میشه. بعضی تکنولوژی زدن دیگه، آقا حالا مثلا گوشی موبایل باید استفاده کنیم به نسبت نیازهایی که داریم، آقا من یه سخنرانم با گوشیم به اینترنت وصل نمیشم، مسائل امنیتیشو لحاظ میکنم، یه گوشی باشه که اسمس بده و اسمس بگیرم ملت زنگ بزنی و برام کافی، درست شد؟ اما چه میدونم برای کارام که این برام سخنرانی میرم جو چیزا لازم سرفیس برم بگیرم، گرفتم به اندازه نیازم، متوجه چی میگم؟ نه اینکه مثلا ما کلا مثل درویشا بریم تو خاک و خل و نمیدونم چی، نه اینا رو ما اعتقاد نداریم، انقلابی از بهترین امکانات استفاده میکنه. خب اما الان مثلا اینا گوشی آیفون تو دستت نصف شما چه بس باشه، حالا میگه چقدر از دست کاربردش استفاده میکنیم؟ چرا آیفونه دیگه؟ این برنده. بازیکن والیبال آمریکا اومد بود، از اینکه آیفون تو دست تماشاگرش دادن ترسیده بودن، کپ کرده. تو آمریکا اینقدر ملت آیفون دستشون نمیگیرن، چه خبره؟ بعد تازه خیلیشون بسته بود بر ما ایرانی ها، یعنی خیلی از این نرم افزاراش امکاناتش نمیتونستیم استفاده کنیم. ببین فکر بکنیم اینا خطره. اینو بس بعد من میگفتن که گفتم خیانت میکردن شما. اینا خطره. فساد اقتصادی که بستری به وجود میاره برای فساد فکری و فرهنگی، از مال حروم
امیرالمومنین فرمود لقمه های حرام فتنه تو فتنه ها چپتون میکنه. لقمه حرام چون قلبو میبنده، قفل قلب دست لقمه حرامه، میبنده، حقیقتو تشخیص نمیدی. صدی با طرف استدلال میکنی، بحث میکنی، اصلا کنهو داره با یه الاغ حرف میزنی. به همین صراحت که تو انگار نگو دیوار داری حرف میزنی، هیچ استدلال براش گیر میکنم چه نگاه میکنم، نه نه زهره ما نه چی، خب دلیل برام بیار، نه اینا نی، و کدوم هاست، نه بگو جون مادره، نه این اینا نی، اینا شما چیزای هست بالاخره، اینا همه اینا اونا چیزا، یا همه چیز و چیز و چیز میذاره، نم اینا یه حرف منطقی بزن لام هستم. خب تمام اینها رو برای که امام حسین فرمود رو بهشون گوشت گفت ملعت بتون کن به مال الحرام، شکماتون مال حرام پر شده، این خطره. قارونها حرام خور میکنن جامعه رو، وقتی حرام خور کردن بستری رو فراهم میکنن که سامری ها میتونن بصیرت رو از مردم بگیرن، حقیقت رو از مردم بگیرن. هارون تک و تنها وایسته، همم هم یادشونه چقدر موسی از هارون تعریف میکرد، میگفت بگن با یه بهانه نه فعلا حالا ببین سامری چی میگه. سامری میدونست اینا بوت آپیس در مزد و دلاشون هست محبتش، برای همین گوساله ساخت، برای همین گوسفند نساخت، برای همینه. ما این طرف رو بس، من میگم ببین نگاه کن، ما جمهوری هست، من رو وعده کردم صحبت خواهم کرد، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی به تاز داره کارش انجام میده در منطقه، رسیده 7 کیلومتری مرز اسرائیل تو جولان، درسته تو قنیطره، تو 7 کیلومتریش اسرائیل میگن آقا مستشاران نظامی ایران در 7 کیلومتری ما مستقر شدن، اونا میگن به من چی گردن اسرائیل. ما خیلی سخت سخنرانی کردم، فردا من همین رو بگم میگن که آ رایفی پور اومد گفتش که ما ایران همین سند، به من شده تو حارث میگه، از نو بپرسید. اونا دارن میگن به من چه، تایمز آف اسرائیل داره میگه، نمیدونم خدمتش هم واشنگتن پست داره میگه چی میگن، آقا بعد از هخامنشیان ایرانی ها بعد 2500 سال دوباره مدیترانه رسیدن. یعنی اون چی که صبح تا شب نشستی بلند شدی کوروش کوروش گردی، هیچ کی برات نتونه زنده کنه جز کی؟ انقلاب اسلام. درست شد؟ انقدر مدیترانه مهم است، وارد بحث منطقی شدم، انقدر مدیترانه مهم هست که روسیه حاضره براش بیاد اونجا بجنگه. چرا؟ به خاطر اینکه دور تا دور مدیترانه هیچی نیست که روسا رو قبول داشته باشه، هیچ کدوم، همه آمریکایی، همه بلا استثنا. نگاه کنید روسا اوایل داستان سوریه میگفتن ما برای مهم نیستش اسد باشه یا نباشه، برای ما مهم نیستش سوریه تجزیه میشه یا نمیشه، ما لازقیه رو داشته باشیم بستمون. آمریکایی هم این تضمین بهشون داده بودن آقا سوریه تجزیه میشه، میشه سه کشور، کشور دم ساحل میشه کشور علوی ها، یک کشور برای کردا، یک کشور هم برای سنی ها، که این کردا هم بعدا میخواستن همین تجزیه رو تو عراق انجام بدن، بشه کردستان چی؟ عراق و این دوتا کردستان بهم بچسب و برسن به ایران، همه برنامه ایران بود، همه اینها. روسا هم راضی شده بودن، اونی که اجازه نداد ما بودیم، انقلاب اسلامی اجازه نداد، رسما به پوتین انتقال داده شد که نه عزیز من سوریه یک پارچه، همین که گفتیم هم که شنیدی، میخوای بخوا نمیخوایم بخوا، این نیست که تو فکر کنی مثلا چون روسیه ای خبره، نه خیر، تو چهار تا هواپیما آورده بمباران کرد به درد ما میخوره، اما اونی زمین دستشه که رو زمین جنگیده، هوا واسه هواست، نه عربستان چقدر هوایی میره میاد، چه غلطی کرده توی عمل، هوا رو هواست، اونی برده که رو زمین گرفته، نیروی زمینیش دست تحت فرمانده ایران، جبهه مقاومت بگیم بهتره. این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی هم یک بخش از انقلاب اسلامی، مثل سوریه، مثل عراق، مثل چه و چه و چه، خارج جمهوری اسلامی باید بدوه که خودش همپای انقلاب اسلامی چیکار کنه، پیش ببره. ما مسئولین انقلاب اسلامی کارشون خیلی خوب دارن انجام میدن، جمهوری اسلامی بعضی از مسئولشون گند زدن، بعد اون کارشو خوب انجام میده ایراد برای این وارده. نه نه، یه خبرنگار یه فیلم از سیستان بلوچستان گرفته از فقر، حالا چرا سیستان بلوچستان، ایلام هم همینجوری، تو ندیده من رفتم دیدم، ما شهر نیستیم مملکت نرفته باشیم، منطقه نیست نرفته باشیم، اگه تو میگی اونجا، نه عزیزم میبرم تو مراکز استانهای مرکزی ایران به فاصله 500-600 متری میدان مرکزی پایتخت میبرم، چیزایی ببینی که از تعجب شاخ در بیاری. ما رفتیم دیدیم، این ایراد بر مسئول جمهوری اسلامی وارده که چرا منابع درست
تقسیم نمیشه. حالا شما میگی آقا چرا من دارم خبرنگار میگه آقا ببین چطور نمیدونم موصل و کجا رو سریع درست بکنن کار انقلاب اسلامی. یه بودجه مشخصی داره برای چی؟ برای هزینه دفاعی. تو هزینه دفاعی یک بخشش برمیگره به حوزه عملیات روانی. حوزه عملیات روانی یعنی جایی که تو هستی مردمش تو رو بپذیرن. برای اینکه مردمش تو رو بپذیرن باید ازت خیر ببینن. بودجه نظامی ما عزیز دل من توی منطقه کمترین بودجه نظامی کل منطقه است. برید نگاه کن. یه جغل امارات رو برید ببینید چند میلیارد دلار بودجه نظامیش ما چقدر. ما رو میگن 5 6 میلیارد دلار تهش. برید ببینید عربستان نخواست، ولی عربستان غیر طبیعیه. برید با امارات، برید با پاکستان، با ترکیه، با اینا مقایسه کنید دیگه. بعد تازه بودجه نظامی ما اینکه دارم بهتون میگم بخش قابل توجهش هزینه چی میشه؟ حقوق نظامیامون. چون ما جزء کشورهایی که هستیم به لحاظ نظامی پرتعددیم. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، نظامی زیاد داریم. چه شاغلاشون چه بازنشستاشون که اونا دارن حقوق میگیرن. حقوق زیادی هم نمیگیرن ها. باز به نسبت حقوقهایی که کشورهای دیگه دارن نظامیاشون میگیرن. نه این هست. شما برید ببینید خریدهای نظامی اینا چطوره. همین الان رئیس جمهور فرانسه قطر بود دیگه، ببینید هر دفعه اینا میان 5 میلیارد 10 میلیارد دلار اینا چی. عربستان برابر با 12 سال بودجه نظامی تو یه سال خرج میکنه. سوای خریداش ها 100 میلیارد دلار گذاشته اون تو مالات خاصی از صندوق ذخیره ارزش بزن میده. تو یعنی آقا چطور اینا میتونن برن سوریه رو اینجوری کنن ردیف کنن بنازن اونا رو بیرون نمیتونن تو زلزله کرمانشاه اینجوری میگن به خاطر که سوریه دست مسئولین انقلاب اسلامیه کرمانشاه دست مسئول جمهوری اسلامی. تو ناراحتی چرا اون کارش خوب انجام بده؟ به از این مطالبه گری کن بگو به کارتو خوب انجام بده. او باید بله اونجا رو تا گرفت درست بکنه، شرایط رو فراهم بکنه، وگرنه خود مردم میریزن علیهت، میریزنت بیرون. یه امکاناتی سری بعد چهار تا جاده رو بزنه درست کنه فلان. اینم بهتون میگم الزامی نداره فیلم بکنه پولش هم از ایران میره. نه، مدیریت میشه. از پول خود همونجا استفاده میشه، کارگرای خود همونجا استفاده میشه. خیلی وقتا اینجوریه. عربستان سعودی خود شماها خبر نداری تو این مملکت خودمون کجا داره خرج میکنه؟ ها؟ کم خرج داره میکنه؟ لازم به گفتن تو این مشهد کجا داره خرج میکنه؟ به لحاظ منطقی و عقلانی کار بسیار درستی داره میکنه. چرا؟ چون ایران دشمن میدونه، چون میخواد ایران از درون بریزه به هم، چون میخواد یارکشی کنه تو ایران. کاملا منطقی. یعنی اگر من یه سعودی میبودم میگفتم کار ایرانی نداره برای بقای اون کشوره. عزیز دل من وقتی جنگ در گرفت هر موشکی که میخواد شلیک کنی دونه 1 میلیارد تومان پولش باید باشه. تو باید یه کاری کنی که جنگ در نگیره. چجوری جنگ در نمیگیره؟ بازدارندگی داشته باشه. چرا بازدارندگی باشه؟ چون تو عراق و سوریه هستی، چون دم دستت شیشه عمر قول صهیونیسم جهانی اسرائیل. دست دست با خط و کنه اونو زدی. وگرنه میری ببین یه دونه ناو اتم، یه ناو چیز داشتن، ناو هواپیمابر بزرگ شوروی‌ها داشتن، اینا ایران خواست بخره. شوروی قدیمی بود، درب داغون بود، ندادن به ایران، آخر فروختن به پاکستانی‌ها. یک دونه ناو هواپیمابر ندادن بخره. پولش هم می‌خواستیم بدیم، گرون‌تر هم می‌خواستیم بخریم. آمریکا نذاشت و دعوا شد و فلان اینجور چیزا، آخر شوروی فروخت به پاکستان. فرضاً اون یه ناو هم داشته باشی، موشک از 10000 کیلومتر اونورتر چنان میاد می‌خوره تو کله ناوت که نفهمی از کجا خوردی. تعارف که نداریم که. ناوه 1 میلیارد دلاری رفت زیر آب. اما تو با 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار میبینی یک ارتش منسجم بیخ گوش اونا درست میکنه، کسی نمیتونه درف بزنه. متوجه؟ من میرم مردم رو دوشار دیجه رد دادن بنده بونه خدا، اطلاع نداره. خبشه نگفتیم دیگه. مثلا طرف سلبریتی ورزشی ما اومده میگه که ای کاش این پولایی که تو سوریه خرج میشد میومدیم اینجا ورزشگاه میساختیم. ها گوگوری مگوری، تو معلومه حالت خوشه، تو معلومه نفس در جای گرم بلند میشه، معلومه تعطیلی اصلا خبر نداری از هیچی، معلومه نیم کره سمت راست مغزت به نیم کره سمت چپ مغزت میگه شما دخالت نفرما. عزیز من تو مثل که داعش نفهمیدی چی ها. تو نهیدی تو سوریه وقتی وارد شد چیکار کرد؟ مثل این مورچه ها بودن تو فیلم چی بود، یکی از این فیلم ها بود، یادم رفت، این انیمیشن همجور صاف میکردن همجور میبادن جلو.
نیکو نیکو یه انیمیشنی بود دارن، 14 ملخه‌ای بود و نمیدونم چیه، مورچه‌ها حمله می‌کردن، همچنین صاف می‌کردن، همچنین می‌خوردن. اینا می نهمونن. یه ورزشگاه گذاشتن تو سوریه، یه کارخونه گذاشتن تو سوریه، یه موزه گذاشتن تو سوریه، همچی میمدن بولدزر میداختن زیر تخت جمشی بعدن بریم تو فوتبال بازی کنیم. بعد اون موقع بعد میشستی وا کوروشا وا داریوشا میگرفتی تو. اون کسی که کوروشا داریوش دادم نگه داشت حضور به موقع و درست اون. یا یکی دیگه شون اون از اون دیگه اصلا من به خدا یعنی واسه من نمیدونی بخندی، دیدی مستعصل میشی، یعنی فقط نیم ساعت نگاهشون کنیم. این به چی فکر میکنه؟ این چی میخوره؟ این فکرها رو میکنه؟ اصلا من نمیدونم به خدا. میریزی به همسان طرف برش گفته خب سوریه حرم هست و عمق استراتژیک ایران، یمن که حرم نداره. رد داده طرف، این مرد حسابی، تو اصلا بابل مندب زارن نمیفهمی چی که 5 برابر 6 برابر تنگه هرمز مهمتره. تنگه هرمز و اینا با خطوط لوله نفت دور زدن رفت. تنگه هرمز رو ببنده اونطور نمیتونه فشار بشه. بابل مندب نصف راه تجاری دنیا داره اونجا رد میشه، نصف نفت دنیا داره اونجا رد میشه. کم گذاشتی برای یمنی ها. من منتقدم برای یمنی ها کم گذاشتیم. به خدا قسم اون موقعی کشتی کمکمون داشت میرفت با یه تلفن برگشت، اون موقع اون کشتی باید میرفت. اون نرفت که منا درست شد، اون نرفت که حادثه مجلس درست شد. تعارف که نداریم که. اون موقعی که هواپیمای مسافر برای ما بلند شد، خلبانش بلند شد، این هواپیمای F-15 عربستانی اومدن کنارش بهش گفتن بشین، میگه به شما ربطی نداره. نمیتونستن بزنن. یه آدم جیگردار، به طوری آدم جیگردار خورده بودن. چیکار کردن؟ باندو زدن. باندو بمباران کردن نشینه. میگم اول باندو زدن گفتم ببین نداره، بازم بعدش میتونم بشینم. برو قرآن خلبان رو نگاه کن. نه بچه جبه جنگ بود دیگه. بعد بازنشستگیش رفته شد و خلبان مسافر بری. یه 4 آدم جیگردار اینجا تو حوزه سیاسی میداشتیم. ببین عربستان چه غلطی میخواست بکنه. بابا سوء تغذیه گرفتن مردم، میام دارن گشنگی میمیرن به قرآن قسم. صدای هیچ کی در نمیاد. حرامزاده ها محاصره شون کردن. ترزامی بلند شده رفته عربستان سعودی، صداش در نیومده. رهبر حزب کارگر انگلیس دادش در اومده به ترزامی داره میگه بابا چیکار میکنی؟ لامصب ما داریم اسلحه میفروشیم به عربستان. خجالت بکش داره باش آدم قتل عام میکنه. ما یمن چیکار داریم؟ این فکر میکنه مثلا ما نمیفهمن دیگه، نمیفهمن. با تو تو یمن نباشی که فرد زدنت که. بعد تو ما تو یمن نیستیم. بعد نگونه خدا خدا اونا دارم میجنگن. من نگرانم از اون روزی که مبادا، گوش کن، مبادا حوثی ها رو آمریکایی به واسطه ما کنترل کنه. من از این نگرانم. یعنی ما یه وقت فشار نیاریم که حوثی ها دوتا موشک نزنن. من بیشتر نگران این بخششم. چرا؟ چون انقلاب اسلامی میخواد کمک کنه، جمهوری اسلامی باز ما نمیخواد کمک کنه. بعضی از مسئولین ان شاء الله بستگی داره هر دفعه یکی میاد سر کار دیگه. نظراتشون یه عوض میشه. در راستای انقلاب اسلامی نگاه انقلابی داره یا نگاه غیر انقلابی؟ و اینا من به شما بگم این نگاه انقلابی امروز یعنی امنیت من و شما. نمیبودن محسن حجاجی و امسالام نمیرفتن. خب چی میشد؟ الان جای نشستن اینجا برنامه گرفتن از استنتاپ کمدی و مسابقه قرعه کشی و سخنرانی من و نمیدونم برنامه‌های جانبی و غیر جانبی و اصلی و فرعی و چه و چه و کنار دیگر، من و شما الان باید اسلحه دست می‌گرفتیم تو خیابون باید می‌جنگیدیم. مراقب بودیم دست اینا به نوامیس ما نرسه. طرف میگه ورزشکار خدا. امروز نگاه کن انقلاب اسلامی یه روز داشته درگیر چیز بوده، خوزستان بوده، داشته می جنگیده، بعد یه شعله انداخته اون طرف، گفته آتیش بگیر خودت خودکفا شد. یه حزب الله لبنانی اونجا گرفته کوچیلو کوچولو. بعد الان بعد 30 از جنگ ما تو مرزای خودمون نمی جنگیم، ما اونجاییم. من سوریه بودم گفتم براتون تو سخنرانی‌ها، سوریه رفتم برگشتم یک نفر پاسپورت من اجازه نداشت اجازه پیدا نکرد نگاه کنه. اونقدر که من تو فرودگاه دمشق احساس افتخار کردم تو فرودگاه امام خمینی نکردم. موقع بیرون رفتم گفت پاسپورت بنام کی؟ سدایفی؟
خودش یه شوخیش هم گرفته افسره مهر خروج رو زد. ما رفتیم یه هفته اونجا بودیم برگشتیم دوباره یه مهر ورود خورده، انگار من رفتم اونور گیت برگشتم، منتها یه هفته اونجا بس نشستم. نیروی نظامی ما از شلمچه تا خود قنیطره یک چول لازم نیست کارت پاسپورتشون نشون بده، تا از مشهد میری تهران پاسپورت نشون میدی. انقلاب اسلامی داره کار شده، جمهوری اسلامی باید قوانینش اصلاح کنه، جمهوری اسلامی باید مسئولینش رو درست بکنه، جمهوری اسلامی باید با فساد مقابله بکنه، چون جمهوری اسلامی مهمترین بخش انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی علمدار انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی سنگر اصلی ابتدایی انقلاب اسلامی. تو جمهوری اسلامی این حقوق افغانستانیاست، تو انقلاب اسلامی فاطمیونو ببین. تعارف که نداریم که، شما ببینید همه افغانستانیا بلندشن برن برن سوئیس، برن سوئد، برن دانمارک، ببین چطور بهشون تابعیت میدن. نه که افغانستانی یا جمهوری اسلامی قوانینش در مورد اتباع خارجی فشله، طرف از مدیران ارشد آی بی ام اروپایی شیعه شده اومده ایران، دارن پسش میفرستن. یعنی فکر نکنید یه وقت خدای نکردی نگاه برتری نسبت به افغانستانی وجود، نه ما هم نژادیم بابا، 100 سال نمیشه افغانستان ایران از هم جدا کردن، 1298 زبون اونن یکیه. این قوانین اینجوریه، میگه نه یارو اسپانیایی هم باشه مش گیر میدم. یعنی همه جای دنیا میان مهاجرت رو یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که مهاجرت نخبگان شکل بگیره، ما برعکس کنیم که مرخوا در برن. سه تا چهار تا وزرای کابینه افغانستان ایران درس خوندن، همشون متنفر از ایران. چرا؟ چون اونجا برخورد غلط دیدن. چرا برخورد غلط دیدن؟ برای اینکه قوانین ما این بوده، وگرنه انقلاب اسلامی نگاهش این نبود. زمانی که افغانستان درگیر جنگ شد با شوروی، امام چی گفت؟ امام گفت اسلام مرز نداره، مرز رو برکن. 2-3 میلیون آواره ایران راه داد، اینا باید ببینن این روز رو، افغانستان اینا رو هم ببینن، ببینن انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب. که شما دید رهبری در مورد ادامه تحصیل افغانستان آقا شرایط فراهم بکنید. حالا چه کنیم بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی حرف رهبر انقلاب اسلامی رو گوش نمیدن؟ نه فقط اینجا، 10 جای دیگه هم گوش نمیدن. آقا اقتصاد مقاومتی آب معدنی 40000 تومانی داره بودش، شطور دارن وارد میکنن. رب چند روز بیرجم بودم، میگم ما این سمت جنوب که میریم، میگم بیچاره ایم بس که شطور تو بیابونه، این ماشین نه تو جاده تصادف نکنیم با شطورا، اینا شطور از میگه زیره به کرمون بردن، قضا مسالمون داره تکرار میشه، واردات زیره، چوب بستنی، مربا. اینا دیگه من نمیدونم چه آب دیگه، آب یعنی چی دیگه؟ یکی از این قجری‌ها بود که بود گفت من میترسم این فرنگ رفته‌ها یه روزی بالاخره آبم برن از خارج بردارن بیارن به قیمت عرق به مردم بدن. بعد وقت مثلا یه چیزی گفت نشدنی دیگه، یعنی دیگه شد. بریم از گور درش بریم بیا نگاه کن، بیا به خدا شد. آخه من یه بار یه دوستی داشتیم از این ما چیزایی داشت کامپیوتریا که سی دی رایت میکنن جزو تکثیر میکنن، چی میگم اینا تایپ تکثیر، آره بعد سی دی بازی و اینجور چیزا همه چی میفهم. این میرفت تهران خرید میکرد میومد، حالا اون شهری که ما دانشجو بودیم، من یه روزی هم رفته موسیقی متن فیلم های هندی رو گرفته بود. من یه روزی رو مخ این بودم دیگه، گفتم جون مادرت به چی فکر کردی اینو خریدی؟ آخه کی میاد اینو بخره؟ آخه از من یه روز ما دیدیم ره بره داره به ما زنگ میزنه، به ریجکت میکنم، دوباره زنگ میزنه، گفتم الو چیه؟ گفت پاشو بیا، پاشو بیا، الان شهر کوچیکم بود میتونستیم پندقی خودمون برسونیم. گفتم چی شده؟ گفت فقط پاشو بیا. بلند شدم رفتم تو، دیدم یه آقای اونجا نشسته، گفت اینه 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 اینه. گفتم چیه؟ گفت همونی که گفتی کی بودی کدوم میاد میخره. بعد یارو میگفت سفارش میده بقیه‌اش هم بیاره همش، من بازم میخوام. یارو حال میکرد دیگه، آهنگ شعله و نمیدونم بسنتی و نمیدونم چی اینا بشه گوش بکنه. نه ایشون من نمیدونم، تو تاکسی شنیدیم ما. خب اینم الان حکایتونه، یارو میگه تو گور درن به خدا بیا، همون آبو دارن خارج میکنن قیمت عرق میدن به مردم. این ایران رو ما باید اصلاح بکنیم. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب بماند، یا اهمیتش رو از دست خواهد داد، یا کلن از دایره انقلاب اسلامی خارج خواهد شد. مثل مصر که از دایره انقلاب اسلامی چی شد؟ خارج.
یه 7-8 ماهی اومد بعد تا کرد مرسی، دیدی چیکار کرد دیگه؟ مرسی بعد تا کرد چونان تو دهنی خورد که الان دونه دونه شون رو تو سوراخ‌موش دارن اخوان المسلمین بیرون میکشن اعدامشون میکنن. 500 تا دارن حکم اعدام میدن، صدا یه نفر در نمیاد تو دنیا. دیدید صدا در بیاد؟ قاچاقچی رو اینجا گرفتیم با یه کامیون شیشه نمیتونیم اعدامش بکنیم. حقوق بشر دامون گیر میدن. مخالف سیاسی رو 500 تا داره اعدام میکنه. این رفتار دوگانه رو شما میبینید. آدم کور باشه نبینه. یک جایی یک نفر برگرده بگه آقا چرا پس ما از میانمار خوب دفاع نمیکنیم؟ باید بکنیم. اشتباه کردیم مگه نکردیم؟ اینجوری نمیفهمید. بپذیرید. آره باید اشتباه کردیم. کی نکرده؟ بیا بسم الله. ما همون انقلاب اسلامیم که تو اصل میدین ما تو اصول قانون اساسیم دفاع از مظلومه. برید یه کشور پیدا کن تو اصول قانون اساسیش دفاع از مظلوم باشه. ما تو اصل اصول 154 157 چنده قانون اساسی ما باید از مظلوم دفاع کنیم. برای همین با آفریقای جنوبی ارتباط نداشتیم چون سیاه‌پوستا رو میکشت. مسلمان بودن نه، دینشون هم نمیدونم چی بود. بوسنی هرزگوین سنی، فلسطین سنی، نفرای اولی بودیم که اونجا بودیم. همه این کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ارتباط دارن. خود اسرائیل الان دارن میگن هیونم شاکیان، میگن نگید اسرائیل دوست داره قب هنگارو بشکنه. خب اما چرا جرئت نمیکنن بگن به خود مردم؟ تنها کشوری که سیاسی با فلسطین وایساده محکم ذره عدول نکرده ایرانه. خود اینا میگن دفاع از مظلوم. حالا می مظلوم یه جا دیگه هم خود میامور باید بگیم. چین نسبت به مسلمانش ظلم کنه باید بگیم. نسبت به غیر مسلمانش هم ظلم کنه باید بگیم. ما از مظلوم غیر مسلمان هم تو نگاه انقلابی باید دفاع کنیم. ما از مستکبر دفاع نمی‌کنیم. ما جلو مستکبر بودیم. اون کسی که استکبار یعنی طلب استفعال با یعنی طلب یه چیزی کردم. اون کسی میگه من گندم. میگه ابا و استکبره. شیطون میگه چیه؟ ابا کرد و فکرت خریه برای خودش. اینجوری بگم فکرت خریه برای خودش همچیزه تو دهنش قاله بهت گم شو بریم نمیم نمو فرعون رو میفهم. خدا میفرماد چون مستکبر بود اینجوری حالش گرفت. میفرماد شما با این صهیونیست ها هیچ وقت نمیتونید دوست بشید. مائده 82 لتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اما با مسیحی ها میتونید دوست بشید. لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. چرا؟ میگه ذلک بنام لا یستکبرون. میگه مسیحی ها مستکبر نیستن. اما یهودی ها اینجا منظور یهودی های بد یهودی ها و اون کسایی که شراکت میکنن در کار یهودی ها ولو مسلمان باشن ما با مسلمان مستکبر مشکل داریم. ما با شیعه 12 امامی مستکبر مشکل داریم. قطعا مشکل داره انقلاب اسلامی. برخی از همون مستکبرین امروز تو مملکت خودمونه. کسی که تا اینجا خورده دیگه هیچی حالیش نیست، فقیر و غنی براش برابرن، اصلا کاری اصلا اینا رو نمیبینه، این روحیه استکباری پیدا کرده. ادبیات اینا میزنه بیرون. امیر مؤمنان 1400 سال پیش به ما راه یاد داد، فرمود به گوشه دهان اینا نگاه کنید و به خطوط چهره چون خودشونو میریزن بیرون. این داستان ژن خوب که حالا ایشون فرمودن یه داستان استکباریه. واقعا استکباریه. طرف 21 ساله شده معاون باباش. بابا لامصب لایقال اینو یه جا دیگه بذار. اینقدر تابلو دیگه آخه تو مرد حسابی. مردم رو آمیب فرض کردی، تکسلولی فرض کردی، ها چی فرض کردی تو این دوره عصر رسانه. اون یکی باباه وزیر مخابرات بوده، بعد بابای شده معاون، اما وزیر مخابرات شده معاون اول، بعد پسره رفته قرارداد ایرانسل و آفریقای جنوبی نوشته تو حوزه مخابرات، بعد میگه این ما گوشمون بیشتره. تو یک کسی دوچار سندروم داون باشه اونم ورداری بیاری تو این شرایط داشته باشه بخواد یه امضا کنه دیگه اینا تو یادش بده کنم اینجوری بچرخونم. آقا ما یه پدر بزرگی داریم، منو در قید حیات خدا حفظش کنه. ما پدر بزرگ مادر بزرگام داستانای جالبی داشتن. دو تاشون
پدر بزرگ مادر بزرگ مادریمون هر دوتا آلزایمر گرفتن 10 سال آخر عمر. یک داستانی ما داشتیم ما دو محله بس. میتونم 10 جلسه استنداپ کمدی فقط اجرا کنم بابت اونا. خب چه ماجراهایی ما داشتیم اینا. بعد داشته باشید تا بفهمید. منتها واقعا ما با اینا دیگه این واقعا همبازی شده بودیم. وقتی مرده بودن یه جوری زجیم زدن فقط بغل رد میشون میگن جوون 18 سال دست دادن. خب خیلی اصلا داستان شیرین و جذاب و جالبی داشتیم دیگه. یا فراموش میکردن یا میگفت تو کی تو خونه ما بجور بیرون. نصف شب ساعت 12 همه خونه تخلیه میکره. اینا میخوابیدن یک مثل دزدا دوباره میمدیم تو دوباره. بعضی موقع بیدار میشن جیغ داد فلان. اصلا میرفت شون که ما از ما عارض بشه. ما ادبیات قدیمه میگونه با شکایت. الان میرم عارض میشم. پاشو بگم شید بیرون ما میگوز. برو بیرون دیگه کارگر بالاخره هم غروب همیشه میره دیگه. پاشو برو. ببین من کارگرشونم اونجا. خب یک داستانی داشتیم. یه پدر بزرگ داشتم پارکینسون داره بنده خدا الانو هست. بعد ایشون یه بار یه چکی برام امضا کرد گفت برو از بانک بگیر. این چکه امضاش 5 دقیقه طول کشید. بعد این فقط همینجوری دستو میلرزوند و امضا میکرد. میلرزوند یک چیزی یعنی اصلا خدا شاهده همچین چیزی عمرتون ندیدید. قسم دارم میخورم. یعنی من بهش گفتم همینجوری موندم. گفتم یه دونه دیگه اینو بزن ببینم. پارکینسون اصلا قاشق نمیتونه دستش بگیره غذا بخوره. بنده خدا بعد با قاشق غذاش بدی اینطور. خب یک امضای عجیب غریبی. بعد گفتش که باشه برو اونجا. گفتم من با این چی بردارم ببرم. رفتم اونجا گفتم اصلا رومم نمیشد اونجا چکر گذاشتم برام نگاه میگم. گفت چی کارشی؟ گفتم نوشم. گفت بله فلان پول دو. گفتم مرد حساب تو به چی امضا پول دادی؟ من شاکی شده بودم. چی؟ گفت نه ما میدونیم ایشون اینجوری امضا میکنه. گفتم خب منم میتونم الان اینجوری جو. نه تو نمیتونی اینجا خط خطی کنی. یه چیزام که گرفته و رفته بودم چه خط خطی اینجوری. بعد با چیزا نوار قلبی اینجوری یه بار ما رفتیم بالا درخت انگور انگور بچینیم بنده خدا اومد نگه داره منو داشت مینداخت نردونه چنان تکون میدادم گفتم بابا ول کن جون مادرت من افتادم. حالا میگم با یه نفر با 4 تا خطم بکشون که تو همه چی سفت و صد و بستید و مشخص و اینا انشالله که نیست ما اتهامی وارد نمیکنیم اما بیا شفاف سازی کن بگو تو کدوم مزایده تو کدوم مناقصه کی رفت چجوری اومد طرف شرکت کننده کی بود از کجا این مزایده چطور اعلام شد چجوری اینا بعد روشن باشه شفاف باشه. این هم راجع به شفافیت صحبتیه. اینا مشکلات ماست. اینها رو مطالبه درست چپ و راست هم نداری فکر کنی الان به خدا قسم داری مثلا یه دوله مثال اولم اصولگرایی بود مثال دوم اصلاح طلب بود. ما تعارف نداریم ما نقد داریم چون اینها مال انقلاب نیست اما داره به اسم انقلاب تموم میشه. چرا؟ چون مردم این تفکیک رو متوجه نمیشن. چرا؟ چون رهبر انقلاب همزمان رهبر جمهوری اسلامی هم هست. بگم یکیه جمهوری اسلامی باید رو قاعده خودش باید کار انجام بشه. اگر قرار بشه همه چی به حکم حکومتی انجام بشه خب جمع کنید مجلس و ریاست جمهوری باید چه رأی میدیم ما. باید کار بعضن همینطور غلط انجام بشه که قانون ایرادش بفهمیم ایرادش کجاست که کار پیش نمیره که نمایندای مجلسمون قانون رو درست بکنه. خب چرا نمیکنه؟ برای اینکه من تو درست رأی نمیدیم. ما خودمون باید این کارو انجام بدیم. حالا فردا از فردا همش حکم حکومتی بشه. تو این کارو کن تو اون کارو کن تو اون کارو کن. جمع کنیم که جمهوری چی مثلا گذاشتیم یه حکومت اسلامی. زمانی که درگیری بین مجلس و ریاست جمهوری زیاد شد تو دولت آقای احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه 2 سال آخر دعوا بود دیگه. فیلم میبرد داعش رئیس چیزو میذاشتن رئیس مجلس میذاشتن میگفت بابا داعش خود اومده بود اینجا نذا بگم چی گفته. یک وضعی بود آقا رهبری در کرمانشاه سخنرانی که گفت اگه لازمه برگردید به ساختار پارلمانی. ساختار پارلمانی رئیس دولت نخست وزیره. نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ مجلس. اگه میخواهید اینجوری دعواتون حل بشه پس بذارید حداقل نخست وزیر و رئیس دولت که مثل برخی از کشورها خود مجلس انتخاب بکنه که دیگه دعوا باش نداشته باشه کار مردم انجام بشه دیگه. بابا این هی وزیر مؤلف میکرد مجلس لج کرده بود رأی نمیداد کار مردم عقب بود. نامار میوردن امضا کنن آقا وزیر نداریم بی وزیری. بله اونجا میشه آقا این بشه بعد فایده نداره که بس ساختار درست بشه. اصلا شما برو امیرالمومنین بردار بیا رهبری به کنار که خودش میگه من خاک پای صحابه امیرالمومنینم نیستم خاک پای قنبرم نیستم خاک پای سلمانم نیستم. اوکی بسم الله امیرالمومنین رو برده بابا آیت الله جوادی عمر یه سخنه معروفی داره نهج البلاغه داره اشاره میکنه امیرالمومنین میفرمه بابا بد جماعتید والا حکایت من شده حکایت یه خیاط و شما یه پیرهن جرواجر این ور رو میدوزم اون ور جر اون ور رو میدوزم اون ور جر. آقا این نشد که
دیگه از امیرالمومنین مدیرتر، فقیه‌تر، اعدل الناس، اعلم الناس، اغزن الناس، انسب الناس به رسول الله، از همه به رسول الله نزدیکتر. خب مردم پایه نبودن، میخواد چیکار؟ بالا منبر شد که گریه کردن. ببین علی رو به یه جای برسونه دیگه مستعصر شو شوش که گریه کردن. حالا مستعصر برای امام حسن خوب نیست، یعنی باز بفهمون شماها چید. صد زیر گریه حضرت فرمود شما میگم تابستون به بجنگید، میگه هوا گرم، میگم زمستون بجنگید، میگه سر میگه پاییز بریم بجنگیم فصل برداشت محصول. و چیکارتون کنن شما رو؟ کلا مخی تدرکم هی بهیتت ننجانه بالآخر، از یه بره دیگه جهر میخوری تا خیتت می خیاطی میکنم و یه بره باز پاره میشه. ما باید خودمون درست بشیم، همش نشستیم این آقایون این دزد اون فلان و من. خود تو چی کار کردی؟ وای دزد ما دزد رو داریم انتخاب میکنیم. آدمی درست انتخاب بکنید، آدمی درست انتخاب بکنیم که بتونیم بر انقلاب اسلامی باش بریم. من بهتون بگم اگر ما از دایره انقلاب اسلامی کارش انجام خواهد داد، بهتون بگم این انقلاب ان شاء الله منتج به ظهور خواهد شد. میخواد با جمهوری اسلامی بی جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری عراق بی جمهوری عراق، میخواد با جمهوری سوریه بی جمهوری سوریه، متوجه چیه؟ با یمن بی یمن، با نیجریه بی نیجریه، کار خودشو میکنه. تو خودتو برسون، تو وسیله باشی، تو هم یه نخودی بنداز تو این آش. حیفه برای جمهوری اسلامی که اصلا دیگ مال خودش بوده، اصلی ترین کارها رو کرده امروز. 100 سال شما به خواب شبت هم نمیدید یه روزی از تو دل بچهای افغانستان یه همچین اتفاقاتی بزنه بیرون. کی فکرشو؟ به خدا خود بچهای افغانستان هم فکر نمی‌کردن. خدا شاهد من باشون رفیقم دیگه، خودشون هم فکرشون کردن یک روزی مثل همچین رشادت‌های فاطمیون ثبت بکنن در منطقه که اصلا باید برید ببینید اونجا که اینها نمونن در رزم‌آوری تو کله رزمنده‌های اونجا، خط شکن و اینا. اصلا به خواب شبونم این انقلاب اسلامی حیات داد. حالا قوانین آیا کشور افغانستان قوانین درستیه؟ نه، مثلا بچهای فاطمه در میرن دست حکومت افغانستان نگیره اینا. همین امسال چه سنگ اندازی وحشتناکی حکومت افغانستان کرد برای اینکه چی؟ این بچه ها اربعین نتونن برن. یهو گفت آقا پاسپورت فقط دیجیتال و کامپیوتری بلاشت. اما داستان انقلاب اسلامی نکته آخره ارزم، اینا اومدن عراق و افغانستان رو بگیرن که ایران رو بزنن. تو افغانستان القاعده طالبان رو بین بردن، توی عراق صدام انداختن بیرون، یه حکومت شیعه اومد سر کار، حامی محور مقاومت، جزئی از محور مقاومت، گفتن سوریه رو بزنیم زودتر کمر محور مقاومت بشکنیم. نتیجه بعد از 5 6 سال هیچ، محکم‌تر ما وایستادیم. اونا گفتن 2 هفته نه 8 2 ماه اسد 90 باشه. الان تمام کسایی که گفتن اسد 90 باشه الان نیستن. خیلی جالبه، 90% اون کسایی گفتن اسد 90 باشه نیستن، مردن، سرنگون شدن. یکیشون همین چند روز پیش در یمن اینا همه رفتن کنار و هست. ما هم نمیگیم الان بشار اسد یه نور الهی از آسمون تابیده، نه، بشار اسد و اون بحثای درونی خودشون، مثل ما جمهوری اسلامی گفته اونم سوریه. اصلا شما بگم مثلا که از ایرادات سوریه اینه که اصلا شیعیان عملا در سوریه به قدرت نمیرسن. شما بگم در سوریه نگاه مذهبی وجود نداره، حکومت لایک لایک. بعضی چیزا تو اون سوریه اتفاق میفته، تو اروپا اتفاق نمیفته. بعضا نمیدونم شما مثلا این فیلمای پخش میکنن میگن اینجا همون سوریه است که آقایون دارن کمک میکنن ها، چون تو تصور دینه فکر کنه همه اون الان مثلا پوشونو گرفتن یه چششون بیرون. نه اینجوری نیست، حکومت لایک. اصلا یه خورده شما گرایشات مذهبی داشته باشی پست نمیدن تو سوریه، اون چیز ایرادتش باید هم درست بکنه اینها رو. منتها حرف سر اینه خدا وکیلی سگ بشار اسد میارزه به ملک عبدالله و ملک سلمان دیگه. الان چند وقتی اونم به خاطر اینکه جغل بچه رو بیاد تو عربستان سعودی به حکومت برسونید، کنسرت زنها رو دارید برگزار میکنید، حق رانندگی دادید و اینجور چیزه. تا قبلش که دیگه همین الانش هم هنوز اندام نشده، نمیشه سوریه. یعنی بدنه اجتماعی عربستان هم نخواهد پذیرفت. کار خدا رو نگاه کن، این بچه جوجه دیکتاتور یزید حال محمد ابن سلمان افتاد به جون این شازده ها و فقه های وهابی. چرا؟ چون میخواست این آزادی ها رو به وجود بیاره که امریکایی باش موافقت بکنن. خوب دقت بکنید، خود اون وهابی تا دیروز داشتن گفتن اینا حرام اینا فلان، مذهکه مردم میشن دیگه.
سری چونان دونه دونه اینا رو گرفت چپون تو هلفتونی که نگو. به خواب شب اونم نمیدیدیم که با این کسا که فتوای قتل بچهای کوچیکو دادن کی برخورد بکنه؟ خودشون. این از اون کارهای عجیب غریب خداست، این از اون کارهای عجیب خوشگل خداست. حالا مونده صبر کنید، این داستان به این سادگی ها نیست. او نگرانی داره، هر لحظه میگه نگرانی ترور شدن داره، هیچ بعید هم نیست بزننش. هم محمد مصطفی یه 16 صداشون در دونه دونهشون میکشه، میگه امضا کن برو. یارو 3 میلیارد دلار ثروت داره، میگه 1.5شو بده به ما برو. پدرشون رو در آورده. تو یمن وارد شده، چه غلطی کرده؟ فقط کشت و کشتار هوایی. زمین گرفته؟ نه. آخر اومد تو بین حوثی، همپیمانان و حوثی و اینها به اختلاف بنزه، علی عبدالله سالو کشه سمت خودش. اونم 3 تا شرط براشون گذاشته بود، پول و پله خواسته بود و یک شغل بعدی خواسته بود و که تو حکومت جدید جایگاه خوبی داشته باشه، خانواده‌اش هم در امان باشن. عربستان رو اوکی داده بود، تموم بود دیگه. گفت این انشقاق تو جبهه نواجه یهویی زد و اینجوری به درک واصل شد. سعد الحریری برداشت آورد. سعد الحریری ماجراش جذاب و جالبه. اینا اصلا هیچ چیزی پولدار شدن، گفتم قبل 5 6 سال پیش. رفیق حریری بابای این معلم زبان بچهای فهد بود، زبان درس میداد. بعد فهد عاشق زن این شد، با زنش میرفت اونجا دیگه. گویا رفیق حریری فکر بالا ما بکن دیگه، چه اتفاقی افتاده؟ رفیق حریری شما امر بفرما، زنش داد بود. ای نداره بگیم ای داره ها، نه درسته، ای داره بر ما، ای داره که خانواده میفهمیم غیرت ناموس اینجا، برای اونا نه. بعد از اونا عجیب نیست. یعنی این خودش رفت چیکار کرد؟ رفت شوهر ننه چیز گرفت، شوهر ننه چیکی دیگه میشه، این رفت زن خواهر زنشو گرفت، شد کی؟ باجان آقا فهد. یعنی فهد شوهر ننه این سعد حریری الان، اینا فامیلن. بعد این رفیق حریری به واسطه برخوردن با فهد و دیگه مثلا A B C D دلار میگرفت، G F G H همینجوری دلار میگرفت، اینا آموزش میداد دیگه. خب پولدار شد وحشتناک. یه روز یه خبری داستانی شاید تو یوتیوب هم گیر بیارید، من فیلمشو نگشتم اما متنش هستش. خبرنگار ازش میپرسه که شما چقدر ثروت داری؟ به رفیق حریری بابای همین سعد الحریری نخست وزیر لبنان گفت شما چقدر ثروت داری؟ گفت اول سوالت یا آخر سوالت؟ یعنی من اینجوری تایمر بندازی داره ثروت من میاد. یه چیز داست کنم برای بیلگیت درست کردم، گفتن چی بیفته زمین خم نمیشه برداره، مثلا اگه مثلا 100 دلاری بیفته خم نمیشه، چون این فرصت خم و راست شدن مثلا میشه. آخ شده بره دیگه، حالا مگه ما خم و راست نشیم با پول بسازه خودش دستگاه مثلا پول تراوشات کنه مثلا ماینینگ انجام میده چیکار بخواد بکنه؟ نه اما خلاصه میخوام بگم یه همچین کری خوند. بعد اینو اسرائیل زدنش، چون مخالف حضور نظامی سوریه توی لبنان بود. تا موقعی هم که سوریه تو لبنان بود اسرائیل نمیتونست حمله کنه. اینو زدنش، بعدها حزب الله هک کرد پهپادهای اسرائیلی، فیلماشو داد بیرون که پهپادهای اسرائیلی محل تردد ماشین رفیق حریری چک میکردن. این شد که اینا پولدار شدن. همین سعد الحریری 2 میلیارد دلار ثروتشه. دلار زد بر 4200 تومن دلارش. 4200 دیگه ها، بالا که نرفته از دیروز. میگه اول سال دی آخر سال. بعد یه همچین پولدار شد، چون این بچه سلمانه نه بچه فهد، این خودشون با هم مشکلات دارن. از اون طرف هم اینا سعد الحریری میره تا 2 سال نخست دولت نداشت لبنان، 2 سال آشغالاشونو کسی نبود جمع بکنه تو خیابون، یک وضعی بود اصلا. آخر کسی که حزب الله روش نظر داشت دولت تشکیل داد، سعد الحریری اومد یعنی رئیس جمهور مسیح مارونی شد و نخست وزیر اونجا هستن که وضعی خود من بهتون میگم، اگه ساختار سیاسی لبنان نشناسید یه چیز عجیب غریبه. کلا اونجا اینجوریه که رئیس جمهور مسیحیه، باید مسیحی باشه، به جمعیت و با این چیزا هیچ ربطی نداره. نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه، از حزب عمل هم باید باشه. تازه باز شیعه ایران حزب الله و عمل هستن.
بعد محضرش رو ترسیدم بگم، بعد میگفتیم مثلا مسیحی اینا بعد یه یای نسبت میذاشتی گفتم بگم الان عملی بعدن داستان درست میکنن و میگن رئیسمونش بعد رئیسمونش عملی باشه یعنی چی و اینا. خلاصه اینکه به یک همچین فاز و فضایی این صدرعلی گذاشتن، گفتن تا میتونی تو فقط بین کارهای حزب الله لبنان رو مختل کن، یک دو بین رئیس جمهور مسیحی و این حزب الله و رئیس مجلس شیعه اختلاف بنداز. اما خب حزب الله کار کشته شده این سالها توی کشور پیچیده سیاسی اونجا، حمله این جانورهای زامبیای داعشی هم باعث شد مسیحی و شیعیان به هم نزدیک بشن، چون اینا کیا رو میکشتن؟ مسیحی و شیعیان اینا رو هم نزدیک کرد، یعنی مسیحی ها بیشتر فهمیدن برکت یه چیزی مثل حزب الله چه. حالا حزب الله داره لب مرز لبنان تو سوریه شهید میده که پای این عراض لوباش به لبنان باز نشه، این لبنانی هم رو ویبره، این مسیحی هاشون این غیرتی مرتی هاشون که الان اینا پاشون برسه ما رو میخورن. هی قدر حزب الله این هی بیشتر نزدیک، دیدن اینا فایده نداره، گفتم باید تو دونشون میزنیم، هم این پسرم میندازیمش بیرون، داداشش رو میذاریم سر کار. ببین خیلی تر عربستان به واسطه این فتنه های مذهبی که تو منطقه کرده بین اهل سنت لبنان محبوبیت داده سه بود و اهل سنت لبنان با ما ایرانی ها چپ افتاده بودن. خب بدونید حالا بعضی نمیگن واقعیت ها، طرف یه مثل یه فیلم میاره یه نگاه کن لبنان چه خبر، لبنان خبر نیست عزیزم، این بین اهل سنت لبنان رفتین فیلم تو گرفتی. اصلا لبنان باید برید میری یه منطقه هست به من تو ایرانی فوش میدن، یه منطقه هست من شما مثل برگ قرآن میزن رو سرش، یه منطقه هست نشته لال الوسایت السلاح اسلحه حزب الله رو بعد گرفت، یه منطقه میری میبینی وارد میشه عکس امام رهبری اینا همه رو در دیوارشون تو وسط میدونش. یعنی کجای لبنان اینا بازی نخورید. فلسطین هم همینه، فلسطین داستان غزه متفاوت از کرانه باختریه، اینجا حماس حاکمه، اینجا فتح حاکمه، فتح با اسرائیل بسته. می یه فیلم اومده دختره داره تو خیابون میرقصه میگه ببینید فلسطین چه خبره. حالا فرضاً تو غزه یه نفر برقصه اصلا هیچ کی نباید برقصه، یعنی همه باید مثلا طرفدار جمهوری اسلامی باشن، خلم بعضیا خدا وکیلی چه اونایی که برقص میکنن خلتره که باور میکنن. خب اصلا یعنی این سواد سیاسی شعور سیاسی در حد هیچ چی دیگه. خب این داستانو حالا اینو برداشتم بردم اونجا گروگان گرفتنش بدبخت بیچاره رو بهش گفتم پولتو رد کن بیاد 2 میلیارد دلار تو بده بیاد، تو به واسطه که فقط شوهر ننت بوده پولدار شدی، رد کن بیاد اما پولدار شدی. یهو دنیا سر صدا کرد، حزب الله هم شروع کرد بر رئیس جمهور لبنان دقت بکنید یادتون باشه آقا رئیس نخست وزیر مورد دزدیدن بردن فلان فرانسه این شوری چلوغ شد مجبور شد عربستان پسش بده. بعد میگفتن بچه‌هاشو گروگان نگاشن تا برگشت چیکار کرد؟ استعفاشو پس گرفت. اینکه گفت ازم تو عربستان استعفا داده بود. این از این ور ماجرا. یعنی یه شکست اینجا تو یمن خورد به خاطر علی عبدالله صالح. یه شکست هم تو کجا؟ تو لبنان خورد. از این طرف هم این چه داخلیش؟ ببین مردم عربستان تو نظر سنجی که کردن با اعمال چیز راضی ان این پسره. ما بدونید یعنی فکر نکنه مردمش مخالفه، نه. چرا؟ چون مردمشون یه بالاخره به اینجاشون رسیده بود. هر چی باشه داره شازده ها رو زیر میکشه، این خیلی برای اینا حال داره میده، خوششون میاد، میگن هر چی بهانه‌ش هم کردم مقابل فساد میارشون اونجا یه چک امضا میکنم میرم پیکارشون. ای فساد خب بگید اعدامش کن دیگه. یه دیم داره تو هوا با هلیکوپتر میزنه تو هواپیما میکشه، یه دیم خودکشوندنشون میکنه به قولی میکشدشون رو داره اونجا رو جمع میکنه. منتها این رویه که این آدم شروع کرده ته نداره از نظر من، یعنی هیچ بعید نیستش توی مرگ فجعه ای یعنی مثل یه سقوطی تروری یک چیزی به درک وصل بشه، هیچ بعید نیستش این رویهش، این مثلا بوی این کار میاد راز سیاسی. این از این طرف ماجرا، یعنی اون از لبنان گند زد، این از این طرف خودش هم داره هزینه‌اش میره بالا. این سوال بر مردمش به وجود اومده که ما چجوری نمیتونیم یمن رو بزنیم، اینا هیچی ندارن. از اون فشار بین‌المللی دیگه داره زیاد میشه، نمیتونن تحمل کنن داستان یمن رو. ما هم بیشتر باید واقعا تو یمن وارد بشیم، یعنی به لحاظ حقوقی بین‌المللی رسانه‌ای که آقا حقوق بشری این حرفا که همیشه خودمون مورد فشاریم به خاطر 1000 این داستانا، الان باید واقعا فشار بیاریم به اینا که اینا مجبور بشن این کارو انجام بدن. یعنی نگاه کنید غرض این که اینا هر جا دست گذاشتن، ببین تو عراق وارد شد باخت، تو سوریه وارد شد چی شد نتیجهش؟ این باعث شد که آقا یک روزی
میگفتن هیچکی نباید اونجا باشه. نتیجهش این شده خود استرالیا میگه 7 کیلومتری ما مستقرن. نتیجه حضورشون در یمن باعث شده چی اتفاقی بیفته؟ هیچ اون تنگه بابل مندب دست حوثی ها باشه. شما این پیام داره وقتی یک نیروی نظامی حوثی، ناو نظامی که میتونه خودش دفاع کنه، بسیار پیشرفته، میگه خودش ناو نمیسازن که از اروپایی ها میگیرن. ناوای نظامی که روشون لیزر میندازی سنسور دارن متوجه میشن، به مرکز تابنده لیزر موشک میزنن. چون اگه دقیق تره موشکار داشته باشی که موشک لیزری هن، تا لیزر بندازی تا بخوا شلیک کنه که این دیتکت کنه بره، اینو موشک ما زدت. اما اینا دارن میزنن، این یعنی تکنولوژی بالاتر. چه بسه همون تکنولوژی که یک روزی شبیه به اون تکنولوژی که یک روزی حزب الله باش ناو سائر اسرائیل رو زد. شما میگه یه ناو چیه؟ ناو وسط دره موشک زده دیگه. این نیست، اصلا نمیشد اینو زد. مرکابا رو برید نگاه بکنید تو اینترنت هست فیلماش. مرکابا وقتی موشک سمت شلیک میشه یه موج الکترومغناطیسی از خودش صادر میکنه، همینطور کروی ازش خارج میشه، فیوز سر موشک رو فعال میکنه، موشک رو هوا میترک. مثلا تو موشک بهش بزنید. اما بچهای حزب الله میزدن. فقط ربیع قصیر فکر کنم 12 تا مرکابا زد. یکی از این شهدای جنگ 33 روزه که اصلا اینو پهپاد فرستادن، با زنش هم ایرانی بود دیگه، ما لار بود، پهباد فرستادن جلو در خونه شون، سوار ماشین شد با زنش زدن که این خواب دیده بود امام رضا و اینا رو اومد از ایران زن گرفت. حالا اولا بهش دختر نمیدادن، ایرانی آخر قروفرشون زیاده دیگه، بلایی که سر پسر ایرانی میارن سر این لبنانی بود، تعجب کرده بودن اینو چه اینجوری تا میکنن اینا. بعد اینقدر این آدم مقید بود به جمهوری اسلامی، تو رو قرآن نگاه کن، به جمهوری اسلامی نه انقلاب اسلامی، که تمام وسایل زندگیشو این مرد لبنانی اومد از ایران خرید برد. این همه یخچالش و گازش و چه اینا خرید بردن اونجا، که گفت آقا پولمون بره تو جیب فروشنده ایرانی. خدا قسم. بعد یه روز میگن صبح مادرخانمش مستندی هستن، فارسی هم حرف میزنه چون ایرانی، بلند شد میگه من خوب بیدار شدیم دیدیم این داره ظرفا رو داره میشوره. اون تو که ظرف نمیشستی، شما فهمیدی سفره جمع نمیکنی فقط پهن میکنید. خب اونم ظاهرن ظرف نمیشسته، مراقب با شهید نشی. بعد مستعدی هم ویژگی ها رو داری. حالا میگفتش خواب داشت، گفتیم چی شده ربی تو؟ گفتش که آه دیشب آقامو تو خواب دیدم. کی؟ با امیرالمومنین تو خواب دیدم. گفته یا ربی عجل النحور العین فی انتظارک ان ابواب الجن لک مفتوحه. یا ربی بودو بودو درهای بهش به سر برات باز شده، حورالعین در انتظار تو هم. و من قطعیه ظرفای صبحونه رو شست، نهار رو خوردن، گفت خندی، ظرفای نهار هم شست، سوار ماشین شدن اومدم بیرون موشک دادش. من میخواه شهیدم بشین اینجوری شهید شد. خدا باش مردونه امیر المومنینش پیغام داری بلنش داری میای کیف میکنه خودش. خب میخواه بگم مرکابایی که اینجوری با اینا میزده اینا ده موندن، یعنی به چالش داره میکشه تمام تکنولوژی اونها. بابا این همه بمب و موشک داره تو یمن میرزه رو سر و کله اینا، خیلی عجیبه. چطور موندید شما؟ خدا میخواد با این پا برهنه ها، فقیرترین کشور عربی یمنه دیگه، چه بسا میخواد این ثروتمندترین کشور عربی رو به زیر بکشه. این طغیان، این یزیدگونه، اینا، این معاویه ملک سلمان دیدی چطور داره بیعت میگیره برای پسرش؟ معاویه هم همینطور حس میکرد دیگه رقبا رو. معاویه جمله معروف داشت، میگفت ان من الله جنود من العسل، گفت خدا یه سربازایی از جنس عسل داره، بس که مسموم کرد پسر پسر خدمت شما از ابوبکر رو همین معاویه کشت. عسل فرسون از مدعیای خلافت بود بعد از معاویه، بالاخره باباش خلیفه بوده دیگه، اونطور کشت. عمر بابای همین عمر سعد، سعد بن ابی وقاص همینطوری کشت معاویه، همشون همینجوری حذف کرد، با عسل کشت. امام حسن مجتبی رو مسموم کرد. دیدید این کارا رو انجام میده. اینم هم داره همینجوری بیعت میگیره، یا با زور شمشیر. یا یه شاعری جلو معاویه شعری خون، گفتش که یا با معاویه و بعدش با پسرش بیعت میکنید یا با این طرفی. میگه شبرم، میگه یه وجب از شمشیرش داد بیرون. بعد همه حسابکار دستشون اومد دیگه. معاویه گفت به راستی که انت سید الخطبا، بهترین شعر رو تو خوندی، دمت گرم.
نه داره همین کار میکنه، به زور ضرب و شمشیر اینجور چیزا داره میگه. منتهات گذشت اون دوره. این حرفی که من دارم الان میزنم و میدونید دیگه، این حالا این جمله رو درست من تو سخن میکنم، الان یکی از تو کانال مساف گذاشتیم، روزنامه های غربی اینو نوشته، منتهی میگه ملک سلمان و این پسرش محمد بن سلمان یزید و معاویه و موقعن، ایران هم حسین الانه. منتهی شرمنده اخلاق ورزشیدیم دیگه، داستان 72 نفر اون موقع نیست. 150 میلیون شیعه از پاکستان تا اسرائیل متحد شدن تحت فرماندهی واحد. دیگه نمیذارم که کربلا تکرار بشه. شما تو دل این اتفاق نمادین و عجیب غریبی یه داستان 40 رو داری. 30 میلیون 40 میلیون آدم میرن سمت حرم امام حسین و این پیام داره برای غربی ها. پیام بسیار واضحه، بسیار روشنه. از این واضح‌تر نمیتونه باشه. برای یزیدی ها هم بسیار واضح و روشنه. فقط بپایید مثل داستان امیرالمومنین از داخل نظرن ما. بپایید ابو موسی اشعری ها زمین. بذار اشعث ابن قیس ها نظرن، منافق ها نظرن. امیرالمومنین اشعث ابن قیس فرمانده سپاه یمنیاش بود. در زمان عثمان چیز بود، یه حاکم آذربایجان بود، آذربایجان ارمنستان بود. بعد اما اوایل حکومت هم بود، یه سری کارا کرد امیرالمومنین آوردش. گفت دم دست باشه جلو چش باشه بهتر، اونجا دستش باشه خطرناک. آوردش اینجا، فرمانده یمنی ها بود. بارها هم امیرالمومنین یه سیاست هایی به خرج داد که این اشعث ابن قیس بره کنار چیز بشه فرمانده یمنی ها. فکر کنم حجر ابن عدی بشه، آره حجر بشه فرمانده یمنی ها، نشد. یعنی سیاست گذاری ها نه، یعنی یه جایی یه سری از همین بچه حزب اللهی های گیجشون کارهای امیرالمومنین خراب میکردن. حالا بعضی چیزها رو میگن ما دوست نداره شیعه بشنوه، اما خب واقعیته. مثلا امیرالمومنین به هیچ وجه دوست نداشت محمد ابن ابی بکر که پسر ابو بکر، اما خونزاد امیرالمومنین، خیلی هم آدم شیشتونگ و خوب و عالی. امیرالمومنین راضی نبود اینو بفرسته برای حاکم چیز بشه مصر. میگفت این سنش کمه، تجربه میخواد، مصر کشور فراعنه است، مردم سالها سیاست ورزی کردن اوستان. بعد قبل این کی حاکم اونجا بوده؟ امراض. این نمیتونه. خیلی خوبه ها محمد ابن ابی بکر، بهشتی بهشتیه، اما نمیتونه. کی فکر میکنه چنان جو درست کرد تو مدینه که امیرالمومنین مجبور شد حکم براش بزنه؟ کی فکر میکنه؟ عبدالله ابن جعفر. بله دیدم عبدالله ابن جعفر شوهر کیه؟ حضرت زینب سلام. چنان جو، آقا بهترین گزینه محمد ابن ابی بکر، از این بهتر ما الان دیگه نداریم، و به زوری آوردش توی کاندیداها بقولیم. و امیرالمومنین مجبور شد انتخاب بکنه. فکر نکنید یک جایی مثلا نه امیرالمومنین محکم و میشه، نه اینجوری نه، مجبوره بین اهم و مهم یک جایی مثلا، یک جای آدم باید اصلا، حالا که ماجرا محمد ابن ابی بکر که نه این اصلا آدم خوبیه، اما یک جایی اصلا شما دفع افسد به فاسد بکنی، یک چیزی که فاسد تره رو با یه فاسد پس بزنی. امیرالمومنین هم همین مشکلاتو داشته. فکر نکنید دارم مثلا خواسته جمهوری اسلامی، اوضاع ما خیلی بهتره. برید کتاب الغارات رو بخونید، یعنی غارت ها با غین نوشته میشه. من یه بار سرچ کردم پی دی اف ترجمه فارسیش هم تو اینترنت بود. من دقت کردم کتابایی که سورس میدم همش در دسترس، نسخه نمیدم که سخت باشه بعد بری داروخونه نمیدونم چی بگردید پیدا کنی، نه نسخه دم دست تو اینترنت رایگان میگیرید دانلود میکنید. اون شبا که بسته فعال میکنید تا صبح داری دری بری دانلود میکنید، که نوشم حالا 2 مگه پی دی اف هم دانلود کنید، جای بر نمیخوره. برید بخونید، اصلا تعجب میکنم. امیرالمومنین میگه بابا چیکار کنم، برای من فقط مونده یه کوفه ابسطو بگیرم کشش بدم جمعش کنم، اینجوری منو درگیرم کاری که فقط با تهران رو بپام. یعنی یک جوری داستان برای امیرالمومنین ساخته بودن که نمیدونست کدوم برای مملکتشو بپاد. خیلی اوضاع ما از این حیث بهتره. میخوام بگم حتی اگر شما امام معصوم علی برداری بیاری مردم آماده نباشن، قرار نیست همه چی با حکم حکومتی انجام بشه که. که ما قرار تربیت بشیم. اصلا یک سال اگه ما تربیت نشیم بس امام زمان کی میخواد بیاد؟ امام زمان هم امام علی زمان خودشه دیگه. اگه قرار بود ما بی تربیت باشیم امام زمان بیاد، 1200 سال سرکاریم زودتر میومد. اصلا انتظار چه معنی داره که بگه افضل الاعمال انتظار و فرج؟ خب وایسیم 200 سال دیگه ما که کاری نیست، ما هم گناهمونو بکنیم، میخواد بخواد نمیخواد نخواد.
تربیت شدن ما این وسط چی میشه؟ درس گرفتن ما این وسط چی میشه؟ آقا یک برهه سال 88 برای 13 میلیون آدم توی مملکت این شبهه به وجود میاد که تقلب شده. من حق میدم یه نفر شبهه داشته باشه، اما حق نمیدم شبهه‌شو برطرف نکنه. شک گذرگاه خوبی، قرارگاه خوبی نیست، بره بررسی بکنه. بره نظرسنجی بعد از انتخابات که کشور اروپایی انجام دادن و تمام اون نظرسنجی ها احمد نژاد بین 65 تا 67 درصد بود ببینه. یعنی بعد از انتخابات زنگ زده بودن آقا شما به کی رأی داده بودی؟ به واسطه رأی آوردن آقای روحانی با چقدر رأی؟ با 250 هزار تا رأی، 270 هزار تا رأی. درسته؟ با 270 هزار تا 92 شورای جمهور شد دیگه. چه معنایی داره که آقا مگه کسی که بتونه 13 میلیون تقلب کنه 270 هزار تا نمیتونه؟ همه اینا داره خدا حجت هم میکنه، میگه بنده شیعه و شیعه است، من که داره زندگی میکنه شیعه من محب امیرالمومنین، برات شبهه شده باش برات برطرف کن، اما دیگه نخوای خودت برات برطرف کنی دیگه، خود دانی و خدا. و این قربال ها صورت میگیره. برید نگاه چی شد یوهای اروپایی ها که انقدر میگفتن تقلب 80ش به یک بار فتیلر کشیدن پایین. چی شد؟ برای اینکه تمام نظرسنجی ها سالم بودن انتخابات داره. بله گفتن تخلف، بعدام شما دیدی آقای تاج‌زاده و کی و کی و تو گفتن نه تخلف بوده، تقلب نبوده. یا آقای ابطایی میگفت نه تقلب مؤثری اصلا صورت نگرفته. آقای ابطایی مصاحبه کرد، خودش داره میگه نه اون موقع که بازداشت بده به یالا زدنش نمیدونم به زور ازش چیز گرفته، نه الان در صحت عقل و فلان داره میگه نه تقلب مؤثر بوده. خود آقای خاتمی برای سوشون تقلب نه، میدونسه خود خاتمی تقلب رو قبول نداره، میگن نه تخلف بوده، مثلا همین سهام عدالت نمیدونم سیب زمینی پخش کرده. خب اینجوری باشه که این طرفم میگن شما اومدی گفتید چی بود یوهی چی را انداختید، همین سهام عدالت رو را انداختید، بس حقوقا رو چیز کردید، بیمه سلامت رو نمیدونم چون 100 تا میطرف میتونن بگن. خب این استدلال به من با چپ و راستش کار ندارم، اما اینجا یک چیز فضای انقلاب اسلامی دارم، میگم خدا اجازه نمیده تو تا یه حدی دیگه چی بشی سنگ و سد راه مسیر بشی، میغلتون از رود رد میشه. 124 هزار تا پیغمبر الاف من و تو نبودن که همه اینو بخواد منتج به ظهور بشه بعد ما بیم حالا خدا یه خورده توضیح بیشتر، یه گیج برو بیرون تو دیگه به درد نمیخوری. این اتفاقات داره حجت بر ما تمام کنه. همزمانی شکست برجام که اصلا ما خوشحال نیستیم، والله لازم شکست برجام به همین قرآن اینجا کجا بود رفتش، به همون قرآنی که بودن رو میز گذاشتن، به همین ریکوردر والله لازم به همین امروزا قسم ما راضی نیستیم به شکست برجام. ما دوستان پولای مملکتون برگرده بودیم، دیوانه دوست داره مثلا اینقدر آدم مثلا دیگه عقده‌ای باشه بگه آخ جون مملکت ضرر کرد اما خیلی حرف اینا نشد، چه غلطه. اما همزمانی این با پیروزی بر داعش، همزمانی این با سفر یه روزه قاسم سلیمانی به کردستان و حل ماجرای کردستان، دیدی یه روز رفت کل برنامه رفت. خب میگه تو اونجا چه نوع مذاکره کردی؟ میگه این مذاکره مبتنی بر مقاومته، بر مذاکره برای اینکه اینجا الان دستمه، حرفی داری زمین دست منه چی میگی؟ چرا همه این اروپایی الان میگن دیگه راه حل های سیاسی که مبتنی بر رفتن بشار اسد از سوریه باشد جواب نمیده؟ اینا که روز اول شد اصلا بشار اسد نباید باشد ما مذاکره کنیم، چی شد؟ مبتنی بر مقاومت، بر جنگیدنه. تا دستت پر نباشی با تیر کمون میخوای بری به جنگی، گرفتی ما رو با کش تومون میخوای بری به جنگی، اینا نیست. باید قوی بشه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی قوی الان ما دارو ندارم از انقلاب اسلامی نبود تالا بیچارم کرد، الان ما رو نمیزنن، الان ما موشک قوی شدیم. 10 سال پیش که موشک رو نداشتیم به این شکل با این نقطه زنی، اون موقع چرا نمیزدن؟ چون اون بچه لبنانی حاضر برای تو جون بده. خب تو جمهوری اسلامی تو همونو بهش تابعیت نمیدی، گرفتی چی شو؟ به همون تابعیت حاضر برای تو خون بده، یعنی امنیت تو رو آدم تو انقلاب اسلامی حفظ کرده بود. بعد ما رفتیم میبینم چقدر الان مثلا پول داده از سر جای خودش. اینه اینه که مثلا یک جا داره بودجه بالاخره تقسیم میشه، ساختار که وجود داره، که بودجه فرهنگی، بودجه نظامی، هر چی هم با سر جای خودش چی بشه خرج بشه. یوی ما بیام کلا بودجه فرهنگی رو ببندیم بریم همش نمیدونم مثلا نمیدونم اشتباه فرهنگ افت کنه، بعدا بخوام افت فرهنگ ضرر اقتصادی زیاد، آقا اون بودجه دفاعی از سر جای خودش داره خرج میشه.
این بودجه نظامی باید کار خودشو بکنه. والا ما عکسشو دیدیم، دیدیم از بودجه نظامی زدن برای درست کردن اقتصاد که اونم نمیدونم درست شده دیگه. ما نمیتونیم که بیایم یه چیزی الکی بسازیم، چون واقعیتی که وجود داره. شما بیایی مثلا برای اینکه تورم مثلا نرخش خود این ورم ورتر نشون بدی، بیایی توی اون سبدی که نمیدونم چند ده رقم کالا هستش که در مجموع میانگیر اونا گرفته میشه، عمدن یه کالایی رو قرار بدی که هر ایرانی دو سال یه بار هم نمیخره، اما قیمتش چیه؟ که مثلا در مجموع خب اون مردم او رو باور که میره میخره رو باور داره، قصابی میره میوه فروشی میره بنزین میره میزنه اینا، متوجه میشه دیگه. حواسمون رو جمع بکنیم، باید پایید. وگرنه من بهتون گفتم فرعون هیچ غلطی نمیتونه، شک نکن. ابن زیاد و مصعب هم نمیتونستن هیچ غلطی بکنن. کار اونجا خراب شد که سپاه مختار از درون پاشید، از ترس مرگ کشتنشون مردند، از ترس 7000 نفر گردن زدن. عبدالله ابن عمر اینو سال بعد تو حج دید، گفت بابا اگه همه اینا گوسفند میبودن از مال بابات کشته بودی اسراف رو به خدا، اینقدر آدمو تو گردن زدی. خدا اوقات هممون به خیر کنه انشاءالله. ما خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. حالا دوستانم شما همونطور که فرمودن سعی بکنیم سواد خودمون رو بریم بالا، هر جایی کاری برای آموزمون برمیاد دستمون برنگه، لازم بریم آموزش‌های ببینیم، شرطش هم همونطور که فرمودن در واقع مهیا شده. انشاءالله که همون برای آموزمونمون مفید باشیم، انشاءالله همون مسببان اصلی و خیر ظهور آقامون باشیم. صلواتی نت بفرمایید. Oh.